آماده دیدن این برنامه باشید. موضوع برنامه ما هست حکومت اسلامی یعنی فقر، سرکوب، فساد. موضوعی که شب گذشته همکارم اسقر کریمی این برنامه رو داشتن و شما عزیزان اومدید و اظهار نظر کردید. طبعا ما این موضوعات رو میگذاریم و در حول و حوش موضوع بر سر مسائل بسیار مهمی صحبت و گفتگو میکنیم در مورد آینده مبارزات ما، در رابطه با سازمانیابی مبارزات ما، در مورد اشکال مختلف مبارزه، در مورد خواست و مطالبات، در زمینه های مختلفی بحث و گفتگو میکنیم. روشن حکومت اسلامی یعنی فقر، سرکوب، فساد که حرف دل همه شما مردم است و بدون شک هر کدوم گفتنی ها بسیار دارید. اجازه بدید یکی دوتا خبر رو بگم و بعد معرفی کوتاهی از بحث رو داشته باشم و بعد هم شما عزیزان بیاید و صحبت کنید. اولین خبر، خبر برگزاری مراسم روز جهانی کودک در سنندج هستش. روزی با شکوه و اعتراضی و برنامه بسیار با شکوه که در روز گذشته سه‌شنبه 16 مهر ماه این مراسم برگزار شد از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بعد از ظهر که تعداد چند صد نفر از مردم، کودکان و نوجوانان در این مراسم شرکت داشتند. تراکت‌های تبلیغی در حول و حوش موضوع این روز پخش شد، پلاکارت‌های در دفاع از حقوق کودک همه جا بود و نصب شده بود، پلاکارت‌هایی که روش نوشته شده بود کودکان باید در اولویت مسائل دولت و جامعه باشند، استثمار کودکان ممنوع، ازدواج با فرزند خوانده یعنی اذیت و آزار کودکان و ما خواهان لغو مصوبه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده هستیم، خشونت بر کودکان ممنوع، از جمله پلاکارت‌ها بود. تصاویر این مراسم زیبا رو می‌بینید. در این مراسم موزیک پخش شد و موزیک‌های شاد، مدرن و سخنرانی‌هایی شد. کودکان و نوجوانانی اومدن به صورت شعر و دکلمه حرف‌های خودشون و صحبت‌های خودشون و پیام خودشون رو به این مناسبت گفتن. 15 بند داشت قطعنامه‌شون که در این قطعنامه خواستار رسیدگی فوری به زندگی کودکان بی پناه، کودکان کار و خیابان و تأمین مسکن و امکانات رفاهی زیستی برای اونان بدون هیچ گونه عضوبانی شده بودن، خانه آموزش پرورش مدرن و انسانی و رایگان برای همه شده بودن، خانه بهداشت درمان رایگان برای همه شده بودن، خواهان ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان شدن، خواهان ممنوعیت انجام کار حرفه‌ای برای کودکان زیر 18 سال شدن، همطور تأمین امنیت و آسایش رفاه و برخورداری یک زندگی شاد و انسانی برای همه کودکان و ممنوعیت هر گونه مقررات و قوانینی که موجب خشونت و سختی بر کودکان بشه، خواهان ممنوعیت اعدام تو جامعه و ممنوعیت حکم اعدام و شکنجه برای کودکان زیر 18 سال شدن، همچنین رفع هر گونه تبعیض و به رسمیت شناختن حق برابر برای دختر و پسر در برخورداری از حق ارث و سایر حقوق مدنی و ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان کولبر، تأمین امنیت بهداشت و آموزش پرورش برای کودکان پناهنده و لغو مقررات و قوانین اجباری اخراج کودکان مهاجر از ایران، تشکیل دادگاه عادلانه برای عاملین هر گونه خشونت و کودک آزاری و لغو قانون حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که اونو تجاوز به کودکان خوندن و از مردم سوریه حمایت و پشتیبانی کردن، به خصوص اینکه کودکان بسیاری تو این جنگ قربانی هستن. اینها روز قطعنامه هاشون بود و بسیار خواستای انسانی، خواستای رادیکال که در واقع به موضوع امروز برنامه ما برمیگرده که یکی از راهکارها همینه که جامعه با خواستای خودش بیاد جلو و میبینیم که شهرهایی مثل سنندج، مثل مریوان، مناسبتهایی مثل روز جهانی کودک دقیقا تصاویری از این رو میده و الگو میده برای همه جا، همه شهرها که باید همین کار رو کرد. خبر دیگه در رابطه با اعتراض مردم روستای بندرگاه به طرح فاضلاب نیروگاه بوشهر است که یکی دیگه از کارهای جمهوری اسلامی همینه، داغون کردن محیط زیست،
گذاشتن فاضلاب‌های کارخانجات در جوار شهرها و مناطق مسکونی، اونم فاضلاب نیروگاه که میتونه مسبب بیماری بسیاری برای مردم باشه و میبینیم که مردم روستای بندرگاه در این منطقه اعتراض کردن. همینجور خبر دیگه، سردار حسین ذوالفقاری از فرماندهان جنایتکار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگه که نیروی که روز سه‌شنبه تو مراسم ملاقات سفرا و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مستقر تو تهران دیدار داشتش، میگه که روزانه 34,000 تبعه غیر مجاز از مرزهای ایران طرد میشن و این هم گوشه ای از برنامه ها و سیاست های فاشیستی جمهوری اسلامی هست که میبینیم که چگونه به خصوص مهاجران افغان، کسانی که شهروندان جامعه ایران هستند، باید حقوق متساوی با شهروندان ایرانی داشته باشن رو چگونه با این طرح‌های جنایتکارانش از ایران مرتبا اخراج میکنه، فرزندان اونا رو محروم میکنه از تحصیل و بارها صحنه‌هایی از حمله به مساکن اینها رو دیدیم، آتش زدن مناطق اینها رو دیدیم و اینها بخشی از سیاست‌های فاشیستی جمهوری اسلامی هست. و اما بریم سراغ برنامه. 232 اعدام از زمان بیرون اومدن روحانی از صندوق رأی جمهوری اسلامی. 232 اعدام، اینو در روز شمار اعدام ها کمیته بین المللی علیه اعدام اعلام کرده. و یعنی این یعنی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی رژیم اعدام، رژیم سنگسار، رژیم زندان، رژیم شکنجه، رژیم تجاوز، رژیم فقر، فلاکت، بیکارسازی ها رو ببینید. خودشون از سونامی بیکاری صحبت میکنن، 8.5 میلیون بیکار در راه هستش و هر روز کارخانجات تعطیل میشه، کارخانجات بیشتری، کارگران بیشتری بیکار میشن، دستمزدهای پرداخت نشده. میبینید که جمعیت میلیونی از کارگران با موزل دستمزدهای پرداخت نشده روبرو هستند. دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، 480,000 تومان. خب خودشون دارن از رشد تورمی 40% و 45% صحبت میکنن و این دستمزد کارگره که همون رو هم تو گفتم نمیپردازن. قیمت ها هر روز و هر روز افزایش پیدا میکنه. خودشون دارن از رشد خزندش صحبت میکنن ولی رشد خزندش ثانیه به ثانیه داره افزایش پیدا میکنه. سرسام آوره. نه تنها مردم برای امرار معاش و مجبورن کلیه بفروشن، الان دیگه رسیده کار به فروش کبد و کودکان کار خیابان هر روز افزایش پیدا میکنه. هر روز تعداد بیشتری کودک از تحصیل محروم میشن. همین اول سال دیدیم که خودشون یه بحث آمارای خودشون صحبت از این میکرد، 3.5 میلیون کودک نتونستن برن مدرسه، 7 میلیون کودک نتونستن برن مدرسه، 4.5 میلیون کودک کار خیابان و هر روز یک آماری میدن و طرح‌های ریاضت اقتصادیشون. این یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی یعنی فقر، سرکوب و فساد. فسادش هم که دزدی‌هاشو میبینید، اقلام سرسام‌آور میلیاردی دزدی‌هاشون رو میبینید. 12 میلیارد در پروژه خط راهن گرگان بجنور مشهد آخرین آماری بود که تو دعواشون رو کردن. قبل از اون 3,000 میلیارد دزدی بزرگی که جنجال‌های بسیاری وجود داشت. خبرهایی که از چپاول تو صندوق تامین اجتماعی هست، پولای کلونی که اونجا به جیب زدن. و این رژیم، رژیمی که توزیع کننده مواد مخدره. این هم سن تنفروشی میبینید که زیر 14 سال، 13 سال، 12 سال، 11 سال. اینا موضوعاتیه که هر روزه مردم باش دست به پنجه نرم میکنن، موضوعات اعتراض هستش. و حال متشکرم، بیاید صحبت کنید. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام میکنم، بفرمایید. سلام خانم دانشگاهی، خواستم از کانال خوبتون خیلی تشکر کنم و درباره فقر و فلاکت ایران حرف بزنم. خانم دانشگاهی واقعا این فقر و فلاکت در ایران خیلی ممکنه غیر آگاهانه شده و در ایران در جنگ جهانی دوم خانم دانشگاهی چطور این فقر پیش. بله متوجه شدم شما چی میخواید بگید. از فقر شروع میکنه به جنگ جهانی دوم را سر در میارن. شما نمیتونید
نمیتونید اینجوری با کانال جدید بازی کنید. ما میدونیم شما چه کار هست، صدای شما رو میشنازیم، حرفاتون معلوم بود، بی ربطی حرفاتون معلوم بود. گذاشتم صحبت کنید تا بفهمند بینندگان ما که چقدر مستثر میاد پای تلفن ما. از فقر شروع میکنید، بعد به جنگ جهانی دوم میرسید. شرم کنید، ببینید تو جامعه چه میگذره و اون وقت وحشت کنید از این فضای اعتراضی که تو جامعه است. همینجا خوب بگم، یکی از شگردهای مزدوران جمهوری اسلامی اینه که بعضا میان تو قالب اپوزیسیون های جمهوری اسلامی، حالا در دفاع از اپوزیسیون یا علیه اپوزیسیون صحبت میکنن و سعی میکنن بحث های برنامه های ما رو منحرف کنن. این هم بخشی از استحصالشونه، فکر میکنن اینجوری میتونن این کار رو انجام بدن. ما به جای خودش توی برنامه های مختلف هر جا که نقد لازمه در مورد هر اپوزیسیون هر نیروی نقدامونو میکنیم، ولی این برنامه موضوع های معینی داره، بنابراین اجازه نمیدیم به این شکلها، به این شیوه ها برنامه های ما رو موضوعشو منحرف کنن. خواستم این از همون اول توضیح بدم، چون در برنامه های دیگه هم شاهد این بودیم. دیروز بیننده عزیزی در همین رابطه توضیح جالبی داد، اصغر کریمی صحبت کردن و خواستم که در این مورد هم حرف خودمون رو زده باشم. به هر حال دوستان، بیایید در مورد این صحبت کنید، موضوع بسیار مهمی هستش و زیر این موضوع بر سر مسائل بسیاری ما بحث داریم. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، خسته نباشید. سلام میکنم، تشکر، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که این حکومت اسلامی، ببینید این نیست که یه شخصیتی میخواد بیاد حالا رأی آورده میخواد به داد مردم برسه. از نظر بنده اینه که خر سیاه اومده خر سفید رفته، اینا هیچ کدومشون هیچ گلی به سر مردم نمیزنن و نخواهند زن. این روالی هم که شما در نظر دارید اینا در پیش گرفتن جز بدبخت کردن و بیچاره کردن مردم هیچ کجا را نداره. مردم ما باید با عقلانیت خودشون، با هوش و ذکاوتی که دارن، با درایتی که دارن، اتحاد داشته باشن که بتونن جامعه رو به سمتی ببرن، به اون سمتی که به قول معروف به برای همه مفیده، نه به ضرر مردم، به جایی هدایت میشه که خود مردم دوست دارن. ولی چند اینها با سرکوب کرد. بله متاسفانه قطع شد. به هر حال صحبتشون روشن بود، دقیقا اینجوره. حکومت اسلامی حکومت اسلامیه با همه این مشخصاتش. همین الان گفتم که 232 اعدام از وقتی که روحانی سر کار اومده. کانال جدید بفرمایید. درود بر شما خانم شهلا، تشکر میکنم، سلام به شما، بفرمایید. قربان شما خانم شهلا، ما امشب بخواستم با شما تماس بگیرم بگم که واقعا روزگاری ما ایرانی ها شرایط خوبی رو داشتیم به لحاظ مالی، به لحاظ اقتصادی و خیلی در آرامش و خوشی به سر می بردیم و متاسفانه امروز ما وضعیت رو نمی بینیم و خیلی اوضاعمون اوضاع جالبی نیست. زمانی که شاهنشاه آدیامهر محمد رضا پهلوی در ایران بود شرایط خیلی مثبت و نیکو بود، خیلی شرایط خوبی داشتیم. ولی من فکر میکنم بهترین راهی که شما بالا داشتیم از شاهنشاه رضا پهلویه برای اینکه دوباره بیاد و این مشکلات رو حل کنن، یعنی راهکار مورد فکر. فقط من میبینم که شما همه دیست دارید فقط سرکوب، بله درست اینا هست، اما مبارزه، راه مبارزه چیه؟ راه مبارزه، بهترین راه مبارزه اینه که ما یک شخصی مثل رضا پهلوی عزیزمون رو داریم که ایشون بیاد این مشکلات رو حل کنه. خواهی میشه همه این ویدئوی بنده هستش. خیلی ممنون، متشکرم، بعدا صحبت میکنیم. متشکرم. بله ایده ایشون بود راه مبارزه، ما راه سر راه مبارزه صحبت میکنیم. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید خانم دانشور. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. میخواستم درباره فقر ایران حرف بزنم. بله بفرمایید. میخواستم بگم این فقر واقعا در ایران صداقت شده که از بین نمیره. ایرانی که 200 تومن بود شد 50 تومن،
آقای روحانی و آقای احمدی نژاد این پولا رو چیکار میکنن؟ الان دو ماه یارانه ما رو ندادن، این یارانه ها رو چیکار میکنن؟ 2-3 میلیارد تومن یارانه چیکار کردن این پولا رو؟ بله حالا دانشتر میخواستم بگم آقای روحانی متوجه شدم. بله بسیار خوب. دوستان میبینید که آمارای عجیب غریب اینجا میدن، فکر میکنن اینجوری میتونن وقت برنامه رو بگیرن. آمارای غلط غلوط و ما میدونیم چه خبر، قیمت ها چه خبره، همین خودتون توجه کردید با آمارایی که ایشون تو صحبت هاشون دادن. در حال دوستان بیاید در مورد این موضوع صحبت کنید. همونطور که گفتم این رژیم ابعاد فقر و فلاکت رو شما نگاه میکنید، چیزی مثل صندوق تامین اجتماعی اصلا یک اسم غلط انداز، اصلا ربطی به تامین اجتماعی نداره و کارش ظاهرا بیمه درمانی هست و مستمری بازنشستگان است. این وضع بازنشستگانه که میبینیم درآمدی که دارن بعد سالها زندگی و کار و مشقت، می‌بینیم که چندین بار زیر خط فقر، همون هم باز با تأخیر می‌پردازن. کانال جدید بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید. یعنی تبدیل تماسیمی خانم شهلا. بله خواهش میکنم صحبت کنید. بله بله، من میخواستم میگم اوضاع اقتصادی خیلی تو ایران خرابه خانم شهلا. چیز سالا من رفتم خریدم چند و پیش 3000 تومن، امروز رفتم شده 150000 تومن. توت رو مهم خری مثلا 2000 تومن، الان دقیقه رفتم خریدم شده 35000 تومن. تخم مرغ ها دونه 35000 تومن زردشه، بعد یه دونه زرده 100000 تومن. اصلا قیمت ها خیلی خرابه، رفتم برام زنم لباس خریدم 50000 تومن، پس فرداش میلی میخری میگه 150000 تومن، پس تو فرداش میلی میخری میگه 1500000 تومن. این چه وضعی که من بیکداری ایشون بگی نکنن این کار، شما باید بیاید درست کنه اینا رو. بله متشکرم، خیلی ممنون. بله خب همینه، هر روز قیمت ها گرونتر و گرونتر میشه. اقتصاد جمهوری اسلامی به گل نشسته، با یه اقتصاد فروپاشیده، کارخونه پاشی کارخونه تعطیل میشه و طرحاشون هم میبینید چجوری توش موندن. اومدن یه طرح آوردن تحت عنوان یارانه ها، طرح هدفمند کردن یارانه ها، سال آخرهای سال 90 و اوایل سال 91 احمدی نژاد شد استاد این کار. قرار بود که 100000 میلیارد درآمد داشته باشه این طرح، جدا از هزینه های دیگش که پول یارانه نقدی چند درخواست بدن، در مقابل اون بتونن پولای کلونی چند برابر جیب مردم بیرون بکشن. اما آخرش چی شد؟ آخرش خزانه خالی و دولت عملاً ورشکسته، در مقابل مردم فلاکت بیشتر، قیمت‌ها سرسام‌آور بالا رفت، هزینه مسکن، درمان، بهداشت، دارو، این وسط یک مش مفخور دوز پولایی به جیب زدن. این وضعیت جمهوری اسلامی تر اقتصادی بر نمی‌داره، اقتصادش سنگ رو سنگ بنا نیستش و این وسط دیدیم که چه به سر مردم اومده. شما اون وقت دستمزد میبینیم که 480000 تومان، قیمت کالاها 10 برابر بیشتر اضافه شده. روز به روز قیمت مسکن، قیمت تحصیل، قیمت پوشاک، قیمت خوراک. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم شاه دانشگاه، متشکرم، بفرمایید. خوب باشم. وقتی اسلامی یعنی فرق سرکوب فساد، بله اینا درسته، مملکت کنون دانشگاه واقعا خیلی خرابه، خیلی اقتضای گرونیه، بیکاریه، بدبختیه، نمیشه الان واقعی نیستی فتا نمیشه بگیم کرد. من شرکت درسازی کار میکردم، منو بگیم کردن، بعدا میگه دفتر شغل آزه شغل آزه دن یه سوال مایو میگم ولی یه سفر نمیشه دیگه، باید خیلی خرابه هم بشه، من همه که خیلی خرابه های با اوندن روحانی این کار درست بشه، شلشه درست بشه، خدا فکر. بله
خودشون هر شب میان همین سوال رو مثل یه نوار میذارن. الان از خرداد ماه تا الان من خودم تو هفته یه بار تو برنامه های مستقیم بودم، هر بار ایشون اومده و همین رو گفته و ما جوابمون روشنه. و از خود این مدتی هم که روحانی اومده گفته چی میشه، وعده 100 روزه بهبود معیشت مردم داد، این نتیجه شه. گفته 100% تر هدفمند کردن یارانه ها رو ادامه میدیم و ادامه تر هدفمند کردن یارانه ها یعنی اینکه 38% افزایش قیمت کالای حامل انرژی، یعنی اینکه بازگرانی بیشتر و بیشتر، یعنی یه شوک دیگه ای به جامعه وارد شدن. بعد برای این اومدن جنجال را میندازن. خب 3 دهک رو کم کنیم، 2 دهک رو کم کنیم. احمدی نژاد هم از این کارا میخواست بکنه، گفت هم اول 3 دهک رو کم میکنیم، ولی مگه میتونست؟ وحشت از اعتراض مردم، دعوای خودش نتونست. کانال جدید بفرمایید. سلام عرض کردم خانم دانشمند. من میخواستم خیلی کوتاه یه سری از مسائل شرایطی رو راجب ایران بتون، راجب فقر مردم. من خانومم تقریبا 20 روز پیش از ایران اومده بود، اینا فامیل خانومم که اونجا هستن، اینا اکثرا مثلا یکیشون دامداری داره با 100 تا گاو دامداریشه. شرایطی که تعریف میکرد میگفت این فامیل با هیچ کدومش هم یک کارگر نیستن که خونه اجاره داشته باشن یا منتظر حقوق سر بردشون باشن. اینا خانواده هستن که تقریبا مرفهن. چیزی که تعریف میکرد میگفت این فامیل الان دیگه دور هم جمع نمیشن به خاطر گرانی، به خاطر مسائلی که الان پیش اومده، حتی جرئت نمیکنن 4 نفر دور هم جمع بشن. تنها جون میلرزه اگه بخوان 4 نفر فامیل دور هم بیان. این شرایط فقر و گرانی بدبختی که تو ایران هست. سرکوب که خودتون فرمودید تو همین 2 ماهه بالای 200 نفر آدم اعدام شده، تو خیابون هر روز مردم بزنن و شرایطی که هست. ولی چیزی که تعریف میکرد خوشبختانه میگفت مردم تو یک شهر کوچیک، حالا من نمیخوام اسمش رو برم، شهر کوچیک میگم اصلا واقعا چاق و چی بوده. الان دخترها خیلی ایستادن و راحت اون چیزی که دلشون میخواد طوری که دلشون میخوان پیش میبرن. فساد مشخص اصلا یه زنی که از اینجا بلند شده رفته میفهمه که تو خیابون چه خبره، تنفروشی اصلا دیده میشه، به صورت آشکار دیده میشه. این فقر جمهوری اسلامی و سرکوب و فسادشه دارم توضیح میدم. ولی اون چیزی که من میخوام به مردم بگم، به مردم ایران، مردم ایران، این حکومت کاری از ذاتش بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونه بکنه واسه شما. این حکومت تو بنبست گیر کرده و حتی خودش هم ذهنش اینه که میتونه راه نجاتی هست. آمریکا اگه میتونست کمکی بکنه و این تحریما رو برداره، میامد مشکلش حل میکرد که 2 هفته دولتش تعدیل نشه. این شرایط خود آمریکاست، این شرایط اقتصادی جهانه. بنابراین این حکومت تو تنگنای گیر کرده، اگه بخوان یک کمکی هم بهش بکنن باید 6 ماه طول میکشه، یه جلسه بذارن که بتونن تحریم رو یه چیزی رو بردارن. بنابراین این حکومت به زودی به هیچ چنگ اندازه نداره. این حکومت تو تنگنا گیر کرده و دلش بخواد جامعه زر بشه. تنها راه این لرزه و پایکوبی مردم که بیان به خیابون و چنان لرزه بندازن که این جامعه زر تا آخرش خورده بشه، به خورد جمهوری اسلامی بره. این تنها راست. و اون چیزی که من میخوام هشدار بدم، انقلاب در پیش، امروز، فردا یا 1 ماه دیگه یا 2 ماه دیگه. تنها راه نجات مردم سازماندهی و کمک به یک حزب دلخواه خودشون که بتونه آینده بسازه، کمک به این حزب، همکاری به حزب و به حزب شدن و اومدن تو یک سازمانی که مثل انقلاب 57 نگیرن از ما. انقلاب 57 پیش اومد و ما توی پادگانه میدیدیم که اصله از دست مردم به کجا میرفت و یک گروه جانی اومده که چه بلایی سر ما بعد 30 سال که 35 سال آوردن و چجوری به چه روزی مردم ما رو انداختن. تنها راه نجات مردم، من نمیخوام، من عضو این حزب نیستم ولی دوست دارم، میخوام این حزب تنها حزب میبینم که میتونه خواسته های منو میگه. آزادی برای همه، اعدام نه، حتی خامنه ای رو اعدام نکنیم. این
خاص این حزب، بنابراین من خودم رو تو این حزب میبینم، من خواستم رو تو این حزب میبینم، بنابراین مردم باید سازماندهی داشته باشن، مردم مخصوصا احزاب باید بدونن که راهش انتخاب کنن که فردای روز سرنگونی حکومت دوباره به اون بلای سرنگونی نشیم، مثل سوریه نشیم که هر جانی بیاد اصله دست بگیره و انقلاب مردم رو به این روز بکشن. سازماندهی، سازماندهی و کمک جمع شدن دور یک حزب و که بتونه خواستهای که اکثریت مردم بده، حتی خامنه‌ای رو، حتی خامنه‌ای، حتی این جانیایی که الان رو کارن، اینا رو بگیم مردم ما نیومدیم خرابکاری کنیم، ما نیومدیم مثل آتیش بزنیم، ما اومدیم این مملکت رو بسازیم و مردم رو هدایت کنیم، مردم بتونن خودشون راهی پیدا کنن که زندگی بهتری داشته باشن. متشکرم، خیلی ممنون. من متشکرم، من همینجا از شما دعوت میکنم که بیاید و عضو این حزب بشید. مهمه که شما مستقیم تر تو این حزب دخالت کنید، تو تصمیم گیری ها، تو سیاست ها، و با همدیگه این حزب رو با قدرت جلو ببریم. و من هم همراه این دوست عزیز از همه شما عزیزانی که تو همین صحبت هایی که ما میکنیم خودتون رو سهیم میدونید و حرف دل شماست، میخوام که بیاید تو این حزب، بیاید با کانال جدید، بیاید با حزب کمونیست کارگر ایران فعالیت کنید. شماره تماس ما 2044-777-98-98-968 است. به هر حال نکات جالبی گفتن، سازماندهی، 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 دقیقا همینه. و به همین دلیل اگه بحث ما میذاریم بر سر اینکه جمهوری اسلامی یعنی فقر، یعنی سرکوب، یعنی فساد، سوال بعد و نکته بعد اینه که باید بجنگیم تا از شر این فقر، از شر این فساد، از شر این سرکوب، از شر این ماشین سرکوب جنایت خودمون رو رها کنیم. و راهش دست خود ماست، راهش مبارزه خود ما مردمه، راهش سازمان و تشکل دادن به مبارزاتمونه و قدرتمندتر به جلو اومدنه، راهش اینه که امان ندیم به اینا و جامعه رو تو دست خودمون داشته باشیم. اگر ما خود ما مردم قانون گذار باشیم، خود ما مردم مجری باشیم، خود ما مردم امنیت جامعه رو به دستمون بگیریم و این ثروت های کلون دست خود ما مردم باشه، بهترین جامعه رو میسازیم. بنابراین نکات بسیار مهمی است و میخوام بگم با این بحث ما بر سر بسیاری از موضوعات اینجا هم فکری میکنیم، هم نظری میکنیم و در این حال صف خودمون رو سازمان میدیم. شما بیاید از وضعیت بگید، از مشکلات بگید، از اعتراضاتتون بگید. شما مردم سنندج که دیروز در روز جهانی کودک بودید و قطعنامتون رو خوندید و بیاید اینجا از مراسمتون بگید، از همبستگیتون بگید. کانال جدید بفرمایید. درود و وقت بخیر دارم حضور سرکار خانم دانشور عزیز. بسیار خوشحالم که مجدداً تونستیم از طریق برنامه زنده با شما ارتباط داشته باشیم. از هوشیاری و زحمات شما در رابطه با شناساندن حقوق حقیقی مردم و حمایت از حقوق کارگران سپاسگزارم. اگر اجازه بدید در بحث امشبتون شرکت کنم. بله، منم به شما درود میگم، شما خیلی لطف دارید، حتما بفرمایید، تریبون در اختیارتونه. زنده باشیم، سپاسگزارم. در ابتدا خطاب این دلقکایی که هر شب میان روی خط و الان چند شب هم هست که متدشون رو عوض کردن، فقط یه جمله میگم، واقعا شرم کنین و خجالت بکشین. و اما در رابطه با موضوع این برنامه، هر چقدر که صحبت بشه و موشکافی بشه بازم کمه. یکی دو ساعت قبل از شروع برنامه در مسیر بودم به منزل برستم، به مغازه برای خرید رفتم. صاحب مغازه داشت درز و دل میکرد برای یکی از مشتری ها که سه تا پسر دارم با چه بدبختی خزینه کردم، دانشگاه فرستادم، لیسانس گرفتن، سربازی رفتن، الان بیکار تو خونه نشستن، اعصابم خورده، اجاره منزل باید بدم، سه تا پسر تو خونه چیکار کنم، نمیتونم تشکیل زندگی بدم، تو رو خدا یه کاری براشون سراغ ندارید. حدود نیم ساعتی اونجا موندم و با مشتریایی که توی مغازه بودن صحبت کردیم، در دل همه رو شنیدم. واقعا متأثر شده بودم، همه میگفتن قبول داریم ولی چیکار کنیم. من همونجا بهشون گفتم به نظر من از همینجا شروع کنیم، همین حرکت‌های کوچک، آگاهی دادن به همدیگه، تا
تجمعات کارگری اینا جواب میده. الان بازنشستای زباهن اصفهان حقوقشون رو در طی چند ماه پرداخت نکرده بودن، اینها در طی دو هفته گذشته با تجمعاتشون تونستن نیروهای انتظامی رو وادار به عقب نشینی بکنن، طوری که حتی جلوی اتوبوس‌های واحد رو گرفته بودن و مردم رو پیاده کرده بودن. طی اخباری که دوستان برای من از اصفهان فرستادن، پس نتیجه میگیریم واقعا این تجمعات و اعتراضات نتیجه میده، به شرطی که همه با هم یک صدا به جای اینکه بگیم چه کنم با اتحاد و همبستگی پایه‌های متزلزل این حکومت رو بشکنیم. و واقعا این کار به نظر من شدنیه و اجازه ندیم که این حکومت بیشتر از این با توهماتی مثل مذاکره با آمریکا و غرب برای خودش زمان بخره. مردم شما میتونید توانایی خودتون رو باور داشته باشید و من از شما و همه همکاران گرامیتون به اعضای این حزب که واقعا حرف دل مردم رو میزنن و برای شناساندن حقوق حقه مردم تلاش میکنن واقعا سپاسگزارم. اگر سوالی از بنده هست من در خدمتم. بله متشکرم. شما خبری از تجمعات کارگران زباهن اصفهان رو دادید بازنشستگان؟ من خواهش میکنم اگر خبر دقیقی دارید از زمان این تجمع، از خواستاشون و از اتفاقی که اونجا افتاد خیلی مختصر و کوتاه اینجا ما رو باخبر کنیم بینندگان ما بشنون. بله من تیه اطلاعاتی که داشتم که این اطلاعات میگم واقعا مستند هستن که بخوام حالا من نقل قولی کرده باشم، دوستانی دارم در اونجا برای من میگفتن، یعنی من یکی دو هفته پیش یه روزی داشتم باشون صحبت میکردم، دیدم دوست من میگه که من الان باید بهت زنگ میزنم نمیتونم. گفتم چرا؟ گفت خاطر اینکه خیابانه اصلی و مرکزی شهر شلوغه. گفتم چی شده؟ گفتش که اینجا کارگرای زباهن که چند ماه حقوقشون پرداخت نشده چند روزی هست که پشت سر هم از میادین اصلی شهر شروع میکنن میان به سمت مرکز شهر اعتصاب میکنن، به طوری که جلوی اتوبوس‌های واحد رو میگیرن و مردم رو پیاده میکنن و اجازه نمیدن که حتی ماشین ها و یا اتوبوس ها توی مسیر حرکت بکنن و نیروهای انتظامی هم جلوشون رو میگیرن. ولی ظاهرا دو سه روز پشت سر هم دفعه دو هفته گذشته این کارو کرده بودن جواب گرفتن و البته نه همه حقوقشون رو، ولی ظاهرا اینطور که من اطلاع دارم یکی دو ماه از حقوقشون رو پرداخت کردن. حالا البته خب 100% نبوده، ولی همین که تونستن تا این مرحله هم اینها رو وادار به عقب نشینی بکنن و حتی نیروهای انتظامی از این تجمعات بترسن به نظر من خیلی مثبت بوده و جواب داده. متشکرم، خیلی ممنون از خبری که دادید. بله از شما و از دوستانتون در اصفهان تقاضا میکنم که همچنان اخبار این اعتراضات بگید، بسیار مهم است. من همینجا بگم که اولا زنده باد به کارگران زباهن اصفهان، این کارگران سابقه داره مبارزشون. سال گذشته ما شاهد بودیم تجمعات 2000 نفره، 3000 نفره، 4000 نفره وسط شهر بیانیه دادن. در بیانیهشون گفتن که تحصیل رایگان حق همه مردمه، درمان رایگان حق همه مردمه، خواهان افزایش فوری حقوق ها شدن، خواهان پرداخت به موقع دستمزدهاشون شدن و گفتن ما تجمع رو حق خودمون میدونیم، هر هفته جمع میشیم در دفتر بازنشستگی و اونجا برای اینکه متحد باشیم و تصمیم بگیریم. و من تاکیدم به این دوستان اینه که این بیانیه رو همچنان آینه کار خودتون قرار بدید و این بیانیه باید بیانیه همه ما مردم در تمام جامعه باشه، برای اینکه خواستای سراسری رو تاکید گذاشته. و در همون تجمعات هم همونطور که الان دوست عزیزمون گفت، اونجا هم وقتی که 4000 کارگر بازنشسته جمع شدن مجبور شدن که فوراً بخشی از دستمزدهای پرداخت نشدهشون رو بدن، یه سری قول و وعده دادن و بالاخره فشارها به یه درجه اونا رو عقب زد، نیرو انتظامی نظاره‌گر شد. الان هم باز با همین شکل گرفت، با همین تجربه کارگران زباهن اصفهان جلو اومده. من میخوام بگم که جدا از کارگران زباهن اصفهان، کارگران بازنشسته در تهران هم تجمع داشتن و تجمعشون با خواست بیمه الزامی و لغو قرارداد با بیمه خصوصی دی بودش که باز بیشتر صحبت میکنیم. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشگاه. سلام بفرمایید. درود بر شما. درود به شما. متشکرم. بفرمایید. ممنون از برنامه‌هاتون. خیلی ممنون. برنامه‌تون واقعا خیلی عالیه. خانم دانشگاه، رو کنت اسلامی نیست فرق سرکوب فساد بلد
درسته خانم دانشور، واقعا مملکت خیلی خرابه، وضعیت کار خیلی خرابه، افتضاحه، فقره، خیلی بیکاریه، بدبختی گرونیه. واقعا اصلا من یه شرکت درستانی کار میکردم، منو بیرون کردم، سر کار کردم، بعدا میگه منو بیرون کردم، یه در ایران بله ببینه شما قبلش هم اومدید همین داستان رو ببین اجازه بدید شما قبلش هم اومدید همینو گفتید، هفته پیش هم گفتید، یه ما پیش هم همینو گفتید. بله نوار میذارن اینجا فکر میکنن که ما فراموشکاریم، ایشون همین بحثا مرتبا دارن میگن، ولی به هر حال انقدر واقعیت عیان هست که وقتی حتی میخوان بیان رو خط ما بخت ما رو بگیرن باز مجبورن از همین واقعیت ها بگن. بنابراین منتها موضوع رو میبریم سراغ همون صحبت هایی که دو دوست قبل گفتن و به معنای راهکارها رو تاکید کردن. راه سازمانه، سازمانه راه تشکل ماست، راه مبارزه متحد ماست، راه تجمعات اعتراضی ماست، راه همون کاری که کارگران زوباهن اصفهان کردن، همون کاری که کارگران کیانتایر با تجمعاتشون میکردن، همون کاری که کارگران زاگرس قروه با تجمعاتشون انجام دادن و میگن تا جواب نگیریم به تجمعاتمون ادامه میدیم. راهکار همین هاست. همین الان در مورد بازنشستگان صحبت کردم، 500 نفر از این بازنشستگان تو ماری جمع کردن، خواهان لغو بیمه ده بیمه خصوصی شدن که چیزی جز چپاول کارگر نیست. کارگر هر ماه از حقوقش کم کردن و حالا کوچکترین خدماتی بهش نمیدن، حتی برای گرفتن دستمزدش باید جاده ببنده و تجمع کنه و اعتراض کنه مثل کارگر بازنشسته زباهن. بعد سالها تلاش و بدبختی و رنج کشیدن این ثمرشه. ولی راهش چیه؟ راهش اعتراضات ماست، راهش مبارزات ماست. تو تمام عرصه‌ها گرانی بیداد میکنه، قبض‌ها رو نپردازید. همین الان دارن بحث میکنن دوباره تو مجلسشون و تو دولت و طرح میارن و نمیدونم طرح هدف من کردن یارانه‌ها رو میخوان ادامه بدن، 38% قیمت کالاهای حامل انرژی رو اضافه کنن، 3 دهک را بزنن. اینا همه یعنی این که دارن نقشه میریزن که چگونه باز هم ادامه بدن به دزدی هاشون، چگونه ادامه بدن به این بیرون کشیدن آخرین پول هایی که ته جیب مردم مونده، چگونه آخرین لقمه را از سفره مردم بردارن. سوء تغذیه داره آدم میکشه تو جامعه ایران، ساده ترین بیماری ها داره آدم میکشه تو جامعه ایران، بی درمانی داره آدم میکشه، بی دارویی، نمیدونم اون که بیماری قند داره، اون که بیماری ها که داروهای روتین لازمه مرتب باید تحت درمان باشه داره قربانی میگیره، محیط های کار داره قربانی میگیره از کارگران، مدارس 1.5 میلیون دانش آموز در خطر حریق در و آتش سوزی در مدارس هستن، خودشون نویدشو دارن میدن به مردم، ولی چه کردن؟ جز آمار دزدی هاشون، ارقامی که رو میکنن، جز طرحهای تعرضی که مرتبا به معیشت ما مردم رو میکنن، چه کردن؟ میگن خزانه خالیه. خب خزانه خالیه لطفا اون پولایی که رفسنجانی به جیب زده، اون پولایی که بیت رهبری به جیب زده، اون پولایی که تامین اجتماعی و انواع مرتضوی به جیب زدن، اون پولایی که کاشانی از یو نمیدونم آیت الله میلیارده به جیب زدن برگردونید ببینید چی میشه با اون پول، چقدر چه زندگی میشه کرد. کانال جدید بفرمایید. قصر آشه خانم دانشوان وقتتون رو که متشکرم. برنامه تون که فقر بود مخواستن صحبت کنم. بله بفرمایید. از این فقری که شما میگید که اصلا دیگه بیداد کرده، خرج گرونی اصلا سرسام آوره. یه سری مفخور مثل پاسدارا بسیجی اطلاعات که مفخور نظام اصلا فقط دسترسی به پول که میزنن کارمند داشتن برن مثلا تو ادارات برن بچاپن و بدوزن و که مردم هم بدبخت خرجه گرون
و اصلا سر سفره ها حالا زرزان که باشه او قدر غصه و ناراحتی و بیماری روی روانی و افسردگی ها زیاد شده که مردم اصلا هیچ دیگه به زندگی دلخوش نیستن. تو من از شما خواهش میکنم که در مورد یه صحبت کنی که یه برنامه منسجمی محکمی داشته باشی که چطور بتونیم مبارزه کنیم با اینا. اگر نه به عمل کار براید به سخن دانی نیست. هرچی بخیم ما مثلا یه ختمش میدونم که یه کودتای نظامی یه ورحال این حالت پیش بیاد که بتونیم در مقابلش رو وایسیم. برحال یه جنگ چریکی از یه جایی شروع بکنیم. هنگی که هم از حرف زنی که نمیشه و اینا هم به هر حال سرنگونشون کنیم. از در آخر میدونم که لعنت بر خمینی که پایگذاری حکومت که و مرگ برای خامنه ای که جایشین او حتی هر ظلمی که میتونه بخواه بکنه. یه بیشتر وقت نمیگیرم خدا میگرم. متشکرم، خیلی ممنون. ببینید خب باید حکومت سرنگون کرد، درسته، ولی شما دقت کنید پای برنامه ما بشید، اینا حرف نیست. فقط راه عملیات چریکی یک گروه کوچک نیست، میلیون ها مردم اعتراض دارن. راه کاریه که کارگران بازنشسته زبان کردن، تجمع، اعتراض. و اگه این تجمعات اعتراضات مرتبا باشه، اگه کارگرها مرتبا تجمع کنن و الان نگاه بکنید این کارخونه اون کارخونه تو شهرهای مختلف اعتراض است، اگه اینا با هم دیگه رهبران کارگران با هم در تماس باشن، هماهنگ کنن، اعتراضات همزمان بزنن، اگر اعتصابات سراسری بشه، ببینید که اون وقت رژیم چه ضربه‌ای میخوره. وقتی یک گروه کوچیک، حالا فرض کنید کودتا کی بکنه؟ کودتا رو همیشه ارتش میکنه، ارتش از بالا بعدم میاد مردم میفرسته خونه و همین آش همه کاسه. ما که حاکمیت ارتش همیشه کنار دولت ها بوده و سرکوبگر جامعه بوده، همیشه نقشش اینه. ما مردم ارتش نمیخوایم، ما مردم خودمون ارتشیم، خودمون قدرت حفاظت جامعه هستیم. بنابراین راه کودتا نیست، راه آمریکا نیست، راه نمیدونم. میبینه آمریکا میشه با ایران رو نگاه کنید دیگه، ایران میخواد امتیاز بگیره از اونجا، آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو رام کنه. و به همین همونطور که رفتاری که آمریکا با سوریه کرد، گفتن که تسلیحات شیمیایی رو جمع میکنه، بسیار خوب، همه ساکت شدن. اسد قول داد تسلیحات شیمیایی جمع کنه ولی کشتاراشو ادامه داره میده. کی صحبت میکنه ازش؟ آمریکا فقط میخواست همینو، فقط همینو میخواست. و پشت این وقت سازش ها، پشت این مماشات ها، پشت این قرارداد ها، رام کردن این دولت ها، بحث بر سر اینه. بنابراین راه خود آمریکا و غرب جمهوری اسلامی را آوردن، طالبان را آوردن، نمیدونم القاعده را آوردن، همه این نیروها را آوردن. بس بنابراین راه آمریکا نیست، راه خود ما مردم هستیم، راه انقلاب ما مردمه، راه مبارزه ما مردمه. بنابراین دوست عزیز راهکارا تو ایناست. اول باید روشن باشیم که چگونه میخواییم خودمون رو خلاص کنیم از شر جمهوری اسلامی تا مثل به قول اون دوست اون اتفاقی که سال 57 افتاد نیفته که دوباره مردم رو بفرستن خونه، بعد یک کنفرانس گوادلوپی تشکیل بشه و بعدش بیان یک نمیدونم جمهوری اسلامی بیاد رو کار و با وعده این که نفت رو میاریم سر سفره‌هاتون، نمیدونم برق رایگان میشه و آب رایگان میشه فلان اینا، و بعدم دیدیم که حمله به جامعه کردن و یا حجاب یا توسری، نمیدونم بعدم هر روز مردم فقیرتر و فقیرتر و این ماشین رو پایه‌های سرکوب جنایت خودش رو سوار کرد، هزاران نفر رو اعدام کرد. نذاریم اینا تکرار بشه. رژیم شاه رو دیدیم، 50 سال حاکمیت شاه پدری از این جامعه در آورد، خفقان تاریک، استبداد رژیم شاه، کاری کرد که مردم نه تشکر داشتن نه درک روشن از این که چنو جامعه میخوان داشتن. مردم میدونستن رژیم شاه رو نمیخوان،
نمیدونستن چی میخوان به جای اون، و بنابراین باعث شد که جمهوری اسلامی رو بیارن، ضد انقلاب جمهوری اسلامی رو بیارن برای اینکه انقلاب رو سرکوب کنن، برای اینکه مردم رو عقب بشینن، برای اینکه دیدن که تو انقلاب 57 مردم دارن از آزادی حرف میزنن، از برابری حرف میزنن، مردم دارن شوراهاشون رو تشکیل دادن، مردم روزنامه ها آزادانه صحبت میکنن، دیدن چه خبره، دیدن که از حق نمیدن تحصیل رایگان صحبت میشه، بهداشت رایگان صحبت میشه، از لغو استثمار صحبت میشه، ترسیدن برای اینکه این آزاده خواهی رو عقب بزنن، دیدیم که توطئه کردن بالا سر مردم جمهوری اسلامی را آوردن. خب بنابراین اینو بحث نیست، فقط ما تو این بحث ها نشون میدیم که راه چیه، چگونه میتونیم از شر جمهوری اسلامی رها بشیم که دوباره بر نگرده، دوباره یه دیکتاتوری دیگه، یه شاه دیگه، یک کوروش دیگه، یک نمیدونم جنایتکار دیگه بر نگرده، دیکتاتوری دوباره بر نگرده به جامعه، فساد و دزدی و فلاکت و فقر و استثمار و بی‌تأمینی بر نگرده تو جامعه. و بنده از همین الان الگوی روشنی رو میزنیم در مقابل جامعه که ما مردم چه نوع جامعه‌ای می‌خوایم. بارها تو برنامه هامون صحبت کردیم خاص ما مردم چیه، ما چه نوع جامعه میخوایم. و همین امروز وقتی که خواستمونو میگیم چه خواستایی داره، اعدام میگیم نباید باشه، برای که تو طول 34 سال حاکمیت جمهوری اسلامی تجربه کردیم که اعدام یعنی چی. به اسم این که میخوان جامعه رو امن کنن اعدام رو به راه میندازن، و بعد انسانای دیدیم بساط اعدامشون و انسانای آزادی خواه رو به اسم محاربه با خدا، به اسم نمیدونم وطن فروش، به انواع اقسام ما میبینید که به جوخه دار بستن، اعدام کردن. همین الانم هر جا که جامعه تعرضاتش بیشتر میشه لیست اعدام ها بیشتر میشه. بنابراین بحث بر سر این هاست. دوستان بیاید زنگ بزنید و صحبت کنید، اظهار نظر کنید، و صحبت های شما بسیار ارزشمند است و فرصت میده اینجا که ما رو مسائل مختلف خب ما نظرمون رو بگیم. در حال اگر راهکارها میشنوید، بنابراین یکی اینه که به ویژه امروز که جامعه میبینیم که توی انفجار اعتراض هستش، مردم خواسته دارن. همین روز گذشته روز جهانی کودک بوده، قطعنامه مردم سنندجو میبینید در دفاع از حقوق کودک، علیه تبعیض علیه زن. کانال جدید بفرمایید. علیه سلام، خسته نباشید. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. خیلی ممنون. شما میفرمایید توی ایران هنوز زیر فقر هن. همه توی ایران سرمایه داره کسی زیر فقر نیست، همه توی هر زونه. بله، فقر نیست و همه چیزم ارزونه و همه هم سرمایه دارن. بله، همه سرمایه دارن، یک کاریگر کار میکنه رو دوست هم دست من میگیره. بله، شما چی اعتراض دارید؟ اعتراض شما چیه؟ بله، صداشون قطع شد. کانال جدید بفرمایید. شینا دانشور کانال جدید. بله، سلام، بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. ما تو ایران از این اعدامی ها رنج میبریم. واقعا تا میگن یکی اعدام کردن ما اینجا دلمو میرنزه. بله، با تشکر، خدا حافظ. صحبتتون رو ادامه میدادید. بله، به هر حال ایشون از اعدام ها انزجارشون رو اعلام کردن، و همینجا جا داره بگم که فردا 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. شما دوست عزیز که از اعدام ها رنج میبرید، شما میتونید یه فعال دفاع از حق حیات باشید، علیه اعدام باشید. فردا همه در دیوار پر از شعار کنید، بنویسید نه به اعدام. و خانواده های
کسانی که عزیزانشون زیر خطر اعدام هستن تجمع کنن علیه اعدام. فردا تو کشورهای مختلف تو خارج کشور هم تجمع هست به مناسبت روز جهانی علیه اعدام. و همونطور که میگیم رژیم جمهوری اسلامی رژیم اعدام، رژیم سرکوب، رژیم فساد، رژیم فقر و فلاکت هستش. در ایران به ویژه تو یک سال اخیر ما نمونه‌های بسیار جالبی از مبارزه علیه اعدام رو شاهد بودیم، با فستیوال گذاشتن، با تئاتر گذاشتن، با بحث رو انداختن، با گروه‌های فیسبوکی رو انداختن علیه اعدام. به اشکال مختلف ما شاهد این بودیم که این جنبش داره هر روز بیشتر سازمان پیدا میکنه. این جنبش وسیعه، یعنی در واقع کل جامعه علیه اعدامه. برای اینکه دیدن جمهوری اسلامی چه کرده با اعدام‌ها، دیدن چه خبره، ولیکن داره خودشو سازمان میده این جنبش. و یکی از راهکارها اتفاقا همینه، مبارزه علیه اعدام هستش، سازمان یافتن صف اعتراض علیه اعدام هستش. و شما دوست عزیز که از اعدام‌ها رنج میبرید، خودتون یکی از فعالین این عرصه باشید. چهارشنبه ها روزهایی که بیش از هر روزی بساط اعدام‌های جمهوری اسلامی رو ما میبینیم تو شهرهای مختلف. خب به تجمعات خانواده‌های محکومین به اعدام بپیوندید. و تو این باز چند ساله ما شاهد این بودیم که هرچه بیشتر مردم حمایت کردن از این خانواده‌ها. اینو در اهواز، در خوزستان دیدیم، در رابطه با کسانی که در اهواز زیر خطر اعدام بودن. این رو در مریوان دیدیم، در مبارزات با شکوهشون در دفاع از لقمان و زانیار. کانال جدید بفرمایید. الو؟ بله قطع شد. به هر حال این هم یه راهکاره. بنابراین وقتی میگیم رژیم فقر و فلاکت و سرکوب و نمیدونم فساد، یعنی این رژیم همونطور که گفتم باید سرنگون کرد، همونطور که دوستان اشاره کردن تو صحبتش. و برای این باید ما مبارزمون رو تو جبهه‌های مختلف نبرد، تو جبهه‌های مختلف اعتراضی سازمان بدیم علیه فقر و فلاکت. یعنی چی؟ زیر اولین قدمش اینه که یعنی زیر بار گرونی نمیریم، زیر بار شما بشینید و خودتون رو بکشید و خفه کنید تو مجلستون که 38% افزایش یارانه ها افزایش پیدا کنه، نمیدونم کالاهای حامل انرژی افزایش پیدا کند و چه بشه. وقتی ما مردم بشینیم و بگیم قبضا رو نمیدیم، تمام طرحاشون رو هواست. بنابراین ما مردم قدرتی داریم، چطور که همین طرح احمدی نژاد که اومد، خب خیلی خوابهای بیشتری از اینه برای ما مردم دیده بود، ولی بخش زیادش رو ما عقب زدیم. همین الان خودشون تو بحثاشون میگن تو این 6 ماه ما هیچ درآمدی از یارانه ها نداشتیم. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی تو این فاصله جرأت نکردن هنوز مرحله دوم تر یارانه هاشون رو به اجرا بذارن. و حتی خودشون تو بحثاشون میگن که حتی اون پولای مردم پرداخت نکردن، پولا رو خیلی از اون پولا پرداخت نشد. چرا؟ چون اینکه مگر خاطرتون نیست سال آخرای سال 90 و اوایل سال 91، هم 2 سال پیش تجمعاتی که تو کرمانشاه شد، توی عراق شد، توی خرم‌آباد شد، نمیدونم توی تهران شد، جاهای مختلف قبضا رو بردن جلوی اداره گاز، تو ارومیه شد، نپرداختن. خود دولت اعلام که 4 میلیون اشتراک گاز پول نپرداختن. بعد چی کار تونستن بکنن؟ بعد همبستگی که بین مردم بود. وقتی برق یکی رو، یکی تو همین برنامه خود من اومد گفت که وقتی برق خونش رو قطع کردن از همسایه‌ها برق گرفت. وقتی تمام محل با هم همبسته باشن، خب میشه اون وقت قبضا رو نداد و اونجا که مامورین جمهوری اسلامی میان باشون درگیر شد. نمونه اینو ما تو اهواز دیدیم، نمونه اینو تو شمال دیدیم، تو خیلی از شهرها شما خودتون مثال زیاد دارید، میتونید بگید.
بنابراین یکی از جنبش‌های قدرتمندی که میتونیم به راه بندازیم علیه فقر و گرانی و طرح‌های ریاضت اقتصادی اینا که میخوان خواب دیدن و میخوان باز دوباره قیمت‌ها رو بالا ببرن، همینه که قبضه‌ها رو ندیم، به خصوص که زمستون در پیش اون نزدیک است. یکی دیگه از طرح‌هامون اعتراضات کارگریه، اعتراضاتی که هر روز این کارخونه اون کارخونه هست و این اعتراضات اگر با هم دیگه متصل بشن، اگر در تماس با هم دیگه تو هر شهر با هم هماهنگ بشن، اون وقت تجمعات وسط شهر، وسط میادین شهر میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه تو جلب حمایت مردم شهر و تو فضای شهر. دوستی اومد گفت از مبارزات بازنشسته زبان اصفهان، گفت 3-4 روز مبارزه کردن و نیروی انتظامی و نظاره‌گر کردن. کانال جدید بفرمایید. کانال جدید؟ بله بفرمایید. ببخشید من افغانی هستم. بله خواهش میکنم صحبت کنید. صحبت شما چی هست؟ ما خیلی حضور انجام میشیم در ایران بسید همی مدارکوی ما را میگه پورا میکنه هر روز و دیگه حضور انجام نه میبانه دنبال پلمون بریم نه جایی میگه حق نداریم جایی بریم فلان و گیسان ما چیکار بکنیم باید. بله دقیقا شما هم کنار مردم ایران با علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنید دوست عزیز و خیلی خوب کاری کردید اومدید تو این برنامه حرفتون رو زدید. دقیقا اینه و پلمون اصلا پالی نمیذاره مدارکم نکرو پورا کرد دیگه مونیم ما 10 سال 12 سال تو این خاک هستیم اصلا نگم توی اسلام نباید مرد باشه و فرق مرد باشه. بله درست میگید. من حالا صحبت میکنم. خیلی ممنونم خوب کردید اومدید صحبت کردید و اعتراض خودتون از جمهوری اسلامی فاشیست اعلام کردید اینجا. تشکر میکنم. شما قطعنامه مردم خواهش میکنم. قطعنامه مردم سنندج رو دیدید که یک بندشون در دفاع از حقوق کودکان همین است که صحبت کردن که تأمین امنیت بهداشت و امنیت بهداشت و آموزش پرورش برای کودکان پناهنده، لغو مقررات و قوانین اجباری اخراج کودکان مهاجر از ایران، لغو مقرراتی که باعث محرومیت کودکان پناهنده از تحصیلات، امنیت و زندگی اجتماعی می شود. بنابراین ببینید که مردم حمایت میکنن از شما، مردم حامی شما هستن دوست عزیز. برای اینکه هم سرنوشتی ما مردم، همه ما مردم از افغانی و از هر بخش تو جامعه، همه شهروندان این جامعه هستیم و همه با هم هم سرنوشت هستیم و سرنوشت ما در گروه رهایی از شر جمهوری اسلامی. با جمهوری اسلامی شرش گم کم کنه از سر ما مردم و به جای اون ما مردم همه با هم دیگه جامعه‌ای بسازیم که اساسش انسانیت باشه، اساسش رفاه باشه، اساسش شادی باشه، جامعه مدرن باشه. و شما همطور که بارها گفتیم پولهای کلونی هست که دست این رژیم، دست آیت الله میلیاردره تو حسابهای بانکشون تو کشورهای مختلفه. همه اینا اگه برگرده تمام دستمزدهای پرداخت نشده رو میشه پرداخت، تمام نمیدونم کل اشتغال تو جامعه ایجاد کرد و بهترین مسکنها رو ساخت، تحصیل رایگان کرد، بهداشت رایگان کرد و همه نیازها رو جواب داد. درست میگن دوست عزیزمون. 10-12 سال ایشون تو این کشور زندگی کردن، دارن بیرونش میکنن. چرا؟ هر کس یک روزم میاد تو این جامعه، همون روزی که برای جامعه میشه شهروند جامعه است و باید از حقوق جامعه برخوردار باشه. بله قطع. بنابراین درست میگن ایشون. و همونطور که مردم سنندج تو قطعنامه‌شون به مناسبت روز جهانی کودک در دفاع از حقوق کودکان مهاجر صحبت کردن، کودکان افغان صحبت کردن، همه جا باید یکی از موضوعات قطعنامه‌های ما حمایت از این بخش محروم جامعه باشه. همین الان تو خبرهای اول برنامه گفتم که حسین ذوالفقاری میگه روزانه 34,000 طبقه غیر مجاز از مرزای ایران ترد میشوند. ببینید ابعاد این جنایت رو ببینید. روز 34,000 نفر چقدر خانواده رو دارن متلاشی میکنن، چقدر کودک رو دارن بی آینده میکنن با این کارشون. خب اجازه ندیم. و وقتی که
جامعه عکس العمل نشون نده به اینها، بیشتر مورد تعرض قرار میگیره. اول استانداردهای انسانی رو در جامعه زیر پا میذارن و لگدمال میکنن و بعد به جامعه، به معیشت مردم حمله میکنن. جوخهای اعدام رو تو خیابون باز میکنن، برقرار میکنن، کارگر نمیدونم افغانستانی از ایران بیرون میکنن، بعض کودک رو نمیدونم این قوانینشون حجاب و اجباری میکنن، همه اینها رو میکنن، هر استاندارد انسانی رو زیر پا میذارن و بعد جامعه رو آماده حمله و تهاجم میکنن. و بعد اون وقت این دستمزد کارگر، این وضع زندگی، این وضع بهداشت، این وضع درمان، این وضع محیط زیسته. تو خبرها خوندم که مردم روستای بندرگاه به طرح فاضلاب نیروگاه بوشهر اعتراض کردن. جمهوری اسلامی نه محیط زیست برای مردم گذاشته، اون وضع ارومیه است، دریاچه که شورزار شده، اون وضع زاینده روده، اون وضع که در اصفهان اعتراضاتی که روستاییان در اصفهان داشتن، کشاورزان در اصفهان داشتن، اون وضع خوزستانه که آب کارونو و اونم وضع بی آبی مردم تو آبادان و محلات فقیرنشین در اهواز هست و اینم شرایط زندگی مردم. اینم وضع کار. از اتاق فرمان درخواست میکنم اگر مشکل هست در تلفن میتونید تلفن رو تغییر بدید. بله، چون بعضا تلفن ها مشکل پیدا میشه. به هر حال دوستان، صحبت ها بسیار هستش، درخواست میکنم که بیاید از جاهای مختلف، از شما که در شهر اصفهان هستید و شاهد تجمع کارگران بازنشسته اصفهان بودید، شما کارگران بازنشسته اصفهان همونطور که قبلا و بارها و بارها اومدید اینجا و از اعتراضاتتون گفتید، بیاید اینجا خبر رسانی کنید، اعتراضتون رو بگید، پیامتون رو بگید، پیام همبستگیتون رو بیاد بگید. و کانال جدید بفرمایید. الو، بله بفرمایید. سلام میکنم. الو بفرمایید. الو بفرمایید، لطفا صحبت کنید. حال شما خوبه؟ ممنون، متشکرم. صدای تلویزیونتون رو کم کنید، صحبت کنید، بفرمایید. شما خوب هستید؟ بله، متشکرم. لطفا صحبت کنید. اگه بیشتر احوال پرسی کنید مجبورم قطع کنم که یکی دیگه حرف بزنه. بله، قطع شد. به جایی که احوال پرسی کنید صحبت کنید. دوستان ما حالمون خوبه، خیلی ممنون که وقتتون رو دست ندید. اینم قطع شد. بله، به هر حال تماس بگیرید. متاسفم که تلفنتون قطع شد. میدونم که با سختی شما رو میگیرید، بعض وقتا اینطور هستش. به هر حال بیایید رو زمینه های مختلف، اینقدر بس و صحبت فراوان هست که میدونم صحبت های زیادی میشه اینجا کرد. به هر حال یکی از جنبه ها، عرصه های مبارزه، مسئله دفاع از حقوق زن هستش. و یکی از بینندگان عزیز گفتن شما نگاه کنید ببینید چه جنبشی تو جامعه هست، چیزی از حجاب باقی نمونده دیگه. کاری شده که خود جمهوری اسلامی مرتب میگه خب عفاف مهمه، حجاب مهم، حجاب عفاف مهمتر از حجاب است. روحانی با این پرچم اومد، ولی که هر روز گشتاشون تو خیابون رو انداختن تو همین مدت، نمیدونم زنان و مردم معترض جامعه هم جانانه جواب گشتای ارشاد جمهوری اسلامی رو دادن، کتککاری کردن، اونا رو عقب زدن تا اونجا که حتی احمدی مقدم اومد گفت نیروی انتظامی در خدمت آمرین به معروفه. ببینید چقدر وضعشون خرابه، ببینید چقدر مستحصلن. بنابراین تو این شرایط ما بهتر میتونیم صف خودمون رو سازمان بدیم، بهتر میتونیم مبارزه خودمون رو سازمان بدیم. شما نگاه کنید این وضع اقتصاد جمهوری اسلامی، شما نگاه کنید تو دعواهاشون و اختلافاتشون، هنوز روحانی به ایران بر نگشته بود که لنگ کفش پرت کردن بهش و بحثایی که داغی که به پا شد و نمیدونم
سرمقاله شریعت مداری و همه اینا. بعضشون اینه. و شما نگاه کنید سر حجاب، سر طرح هدف من کردن یارانه ها که طرح ریاضت اقتصادیه، سر اقتصاد، سر هر چیزی اینو دعوا و کشاکش دارن، تا جایی که حتی خودشون از اینکه ترور هشدار دادن نسبت به اینکه ممکن است ترور بشون، رفسنجانی گفت. یعنی خودشون میدونن ظرفیت های جنایتکارانه هم دیگه رو خوب میشناسن. بنابراین ببینید چه شکافی در بین اینا هست، ببینید اقتصادش چقدر در داغونه و تو سطح بین المللی هم بنبستش رو ببینید. جمهوری اسلامی میدونه، به قول دوست عزیزمون گفتن جام زهر رو بنوشد، این رژیم چگونه میتونه جام زهر رو بنوشد؟ اول از همه خودشون به جون هم دیگه میفتن، بعد مردم خب بگن خب باشه تو الان گفتید اینجور، الان دیگه یک عمر جمهوری اسلامی گفته نمیدونم شیطان بزرگ آمریکا، نمیدونم گفته غرب، فرهنگ غرب، نمیدونم فساد غرب، همه اینا. خب جام زهر را بنوشد باید دیگه این حرفا را تمام کند. و اون وقت مردم میان جلو حرفاشون رو میزنن، خواستاشون رو میگن، چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی؟ تو سطح منطقه یک بخش مسئله اینه که یه بخش از جریانات راست ارتجایی اسلامی رو جمهوری اسلامی با همین پوز مسئله ضد آمریکایی‌گری پشت خودش داشته. خب اگر جام زهر رو بنوشد دیگه جمهوری اسلامی کجای قضیه است اون منطقه؟ تمام یعنی تضعیف شده تر از هر وقتی هستش. خب اگر ننوشد چه کار کند؟ ننوشد هم که این وضع اقتصاد و این وضع قلم جدید. بله بفرمایید. سلام علیکم. تشکر میکنم، بفرمایید. بله بله لطفا. بله لطفا صحبت کنید. قطع شد. بله به هر حال مثل این که تلفن ها قطع میشه، ناامید نشید، زنگ بذارید. اینم بخشی از جنگ ماست تو این برنامه ها. به هر حال تلفن ها رو مختل میکنن، اشغال نگه میدارم، مشکل به وجود میاد. ولی که کانال جدید بفرمایید. تشکر میکنم، سلام به شما، بفرمایید. آن شما خوب هستید؟ خیلی ممنونم، بفرمایید لطفا صحبت کنید. قطع شد متاسفانه. بله داشتم میگفتم از اون برم، خب اگر جام زهر رو ننوشد، اگر پای مذاکره ننشیند چه کار کند؟ خب تحریم ها رو میبینید، اقتصاد رو میبینید، دودش هم به چشم مردم میره. بنابراین توی یک بنبست کامله، جمهوری اسلامی اقتصادش تو بنبسته، موجودیتش تو بنبسته. چیزی که اوضاع رو روشن میکنه، تکلیف اوضاع رو، مبارزه ما مردمه، انقلاب ما مردمه. جمهوری اسلامی تو چنین استیصالیه، به بهترین موقعیته که ما با خواستامون بیایم جلو، سازمان یافته بیایم جلو، اعتراضمون رو بیان کنیم. بهترین موقعیته، یعنی کاملا شرایط آماده است. امان ندیم به این رژیم. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام. تشکر میکنم، بفرمایید. من یکم در رابطه با این مسئله که میخواید صحبت کنید بخواستم صحبت کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. میخواستم بگم که همه تقریبا همه میدونن که جمهوری اسلامی یعنی فقر و سرکوب و فشار و خیلی بیشتر از اینا. حتی خود به اصطلاح جانیان جمهوری اسلامی هم خودشون اینو بهتر از بقیه میدونن، چون خودشون عامل این کار هست. به نظر من چیزی که مردم نمیدونن اینه که از ماست که بر ماست. یعنی چی؟ یعنی این مایی که بیش از 99% جامعه رو تشکیل میدیم، کسایی که زیر همین فساد و فقر و بدبختی و بیچارگی و
بیکاری و همه اینا هستن. من فکر میکنم اگر به طور این ما اینکه به سرمایه‌دارا بدین دوگوها اجازه میدین که بر در ما حکومت کنن و نون به اصطلاح سفره زن و بچه‌مون رو ببرن، من فکر میکنم اگر همه دولتی ها از ریز تا درشتشون با فک و فامیلاشون با آشناهاشون با تمام رفیقاشونه اگر یک لیگ استادیوم بشون بدین و بفرستینشون ورزشگاه آزادی، استادیوم آزادی که تو تهرانه، من فکر نمیکنم نصف استادیوم هم پر بشه. همه هر کی آشنا دارن، فک دارن، فامیل دارن، هر کی دارن ور دارن ببرن استادیوم آزادی، نصف استادیوم هم پر نمیشه. من شنیدم استادیوم آزادی 100,000 نفر بیشتر جا نمیگیره. خب حالا بیرون استادیوم چند نفریم؟ ما چیزی نزدیک 70 میلیون نفریم. حالا اینایی که دارن بر سر مردم حکومت میکنن، فقط اسلحه، فقط قانون، فقط قاضی کافی نیست براشون که بر این 70 میلیون حکومت کنن. صدا میاد؟ این اتخان دارم. بله ادامه بده. بله این اسلحه و این نمیدونم حتی این نمیدونم همه اینا کافی نیست، بلکه اینا بایستی یه طوری افکار عمومی مردم رو چیکار کنن؟ به اصطلاح رهبری کنن، هدایت کنن با چیزهای مختلف که مردم تا یه که مردم به قدرتشون و به نیروشون آگاهی پیدا نکنن. و این خیلی مهمه. من فکر میکنم اولین خیلی هستن که یعنی من دیگه ببخشید اگر عقب مونده های ذهنی که واقعا مثلا ذریب هوششون هم پایین تر از حد نرماله، اگر هر کسی سوال از هر کسی از سوال کنه میدونه آقا فقر و بدبختی بیچارگی این هست در ایران، خب این هست، ولی اینکه واقعا مردم بدونن که در حقیقت به خاطر خودشونه و به خاطر کارهایی که میکنن، به خاطر افکار خودشونه که اینا موندن، این خیلی مهمه. ما هر کجا که این قانون اینا رو، رفتار اینا رو و کردار اینا رو قبول نداشتیم، اینا خودشون هم کشتن، نتونستن ما رو وادار کنن که اونو انجام بدیم. تو بقیه مراحل هم همینه، هیچی به جز این نیست. یعنی این مثل این اونه که من یه تصور ذهنی دارم، یه تابوت تو ذهنم دارم و تا این تابوت تو ذهن من شکسته نشه کار نمیتونم انجام بدم. الان مردمی که دارن الان شاید مثلا الان هیچی گوش نکنن این صحبت من، 20 میلیون نفر گوش میکنن. خب این 20 میلیون نفر به خودشون بگن آقا واقعا اگر من با رفیقم، با همسایه‌ام، با دوستم جمع بشیم و این مثلا قرضای برقی ندیم، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و تو خیلی زمینای دیگه، من فقط همینه میخواستم یه مردم یکی میباید به خودش بیان و پی ببرن که چه قدرتی دارن. بله متشکرم. خیلی ممنون. بله نکته جنبندی قشنگی از حرفشون کردن، گفتن مردم پی ببرن که چه قدرتی دارن. دقیقا بحث ما هم همینه و راه هم همینه. برای همینه که تأکید میکنیم بر ترجمعات، برای همینه که تأکید میکنیم بر سازمان یافتن مبارزاتمون، برای همینه که تأکید میکنیم بر اعتصابات سراسری، اعتصاب عمومی، برای همینه که تأکید میکنیم برای تو هر زمینه میشه اعتراض سازمان داد. همین الان قانون کثیف ارتجایی نمیدونم قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده رو تصویب کردن، بوی تعفن میده. دفاعیاتشون رو نگاه میکنیم میگن که خب خیلی از این دخترها پرده بکارتشون نمیدونم زاله شده فلان شده برای حمایت از اونا. ببینید مغز اینا چقدر بیمار و کثیفه. جامعه تو فقر داره دست پا میزنه، اینا رفتن قانون ازدواج با فرزند خوانده رو تصویب میکنن. قانون جامعه کلیه فروشی میکنه، اینا میرن دیوارهای مدارس بالا میبرن مدارس دخترانه رو که چشم نامحرم به دختران نیفته. و خود اینم وضع جامعه است. نگاه بکنید ببینید که زنان چطور ایستادن، نگاه کنید ببینید مردم چطور ایستادن، نگاه کنید به همه مبارزات روز گذشته سنندج، روز جهانی کودک، نگاه کنید به فستیوال خیابانی، تئاترهای خیابانی که تو همین هفته گذشته در شهر مریوان شد علیه قتل‌های ناموسی و در دفاع از حقوق زن.
نگاه کنید به تجمع اعتراضی علیه اعدام که جلوی زندان رجایی شهر شد در همین هفته گذشته. نگاه کنید نمیدونم به ده ها اعتراض مبارزه که همینجا خدمتتون عرض کردم، بازنشستگان زبان اصفهان، نمیدونم بازنشستگان تهران، تومار اعتراضی هزاران کارگر با خواست افزایش دستمزد، کارگران کیانتایه، کارگران قروه زاگرس و ده ها موضوع اعتراض که اینجا معذرت میخوام اخبارش اینجا اینقدر فراوانه که اصلا نمیدونم از کجا میشه شروع کرد. کارگران آردل، کارگران مخابرات روستایی، کارگران روغن نباتی، کارگران متقاضیان مسکن ویژه تهران، هر روز و هر روز اعتراض هست. کانال جدید بفرمایید. بفرمایید. سلام به شما. بفرمایید. بله خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید لطفا صحبت کنید، صدای شما رو دارید. بله مشکل داشتن صداشون قطع شد، شرمنده هم دوست عزیز، دوباره تماس بگیرید و بیاید صحبت کنید. به هر حال میخواستم بگم این جامعه است و اون وقت جامعه ای که تو هر اعتراضی که نگاه میکنید نمودی از خواستای مترقی، انسانی، رادیکال، چپ، پیشرو که 180 درجه با اون چیزی که تو جمهوری اسلامی میخواد به جامعه حاکم کنه متفاوته. جمهوری اسلامی رژیم اعدامه، مردم اعدام نمیخوان. دوست عزیز من از اعدام ها رنج میبرم. جمهوری اسلامی رژیم قوانین ارتجایی اسلامیه. جوان ها رو ببینید، اعتراضات رو ببینید چه خبره، حجاب رو ببینید چه خبره. و جمهوری اسلامی میبینید که زندان درست میکنه برای اینکه جامعه رو عقب ببره. ببینید از تو زندان بیانیه میدن به مناسبت روز جهانی کودک، در زندان مراسم روز جهانی کودک به پا میکنن. کانال جدید بفرمایید. الو درود بر شما خانم دانشور عزیز. سلام تشکر میکنم بفرمایید. من از رابطه با فساد اداری میخوام صحبت کنم. فساد اداری که قوغا میکنه خانم دانشور، شما یه اداره میخوایی برید باید واقعا دیگه از زندگی بگذاری، یعنی بخوایی چیزی دنجا باشید. من با ما بابا هم هم توی همین اداره رفتم، من بابا هم تعریف میکرد میگو ما زمان قبل انقلاب زمان شو اصلا این مشکلات نبود، فساد اداری نبود. من میگم چرا وقتی یک تجربه خوب مثل پادشاهی داریم ما چرا برنامه به اون نظامی که ما توش نه فساد میدیم نه فرق میدیم نه سرکوب، یعنی پیشرفته ترین مملکت میشد اگه پادشاهی و محمد رضا رو میذاشتن پادشاهی کنه و اینکه اینجوری بهش خیانت نمیکردن. این مردم واقعا بعضی حماقت کردن اینجوری جلوی پادشاهی و الان دارن نتیجه رو میبینن. الان وقتی فساد زیاد شده مردم میگن کاش همه دو میگن کاش همون شاه برگرده. من میگم این نظامایی که تجربه شکست دارن، حالا مثل کمونیستی اینا یا مثل همین دینی اینا، باید بره نظامایی که تجربه موفق داشتن مثل پادشاهی باید بیاد کرده اندار مردم یه خاطره خوبی از اون دارن. بله ممنون چی دادم، خیلی ممنون. بله خاطره خوب از شاه زندان اوینه، خاطره خوب از رژیم شاه زندان قزلحصاره، خاطره خوب از رژیم شاه اینه که اعدامایی که کرد، خاطره خوب از رژیم شاه اینه که جوانایی که به خاطر خوندن یک صفحه کتاب مایسیای کوچولو 15 سال زندان میگرفتن. خاطر خوب اینه و خاطر خوب اینه که ریختن خونه های خارج محدوده رو سر مردم خراب کردن. خاطر خوب از رژیم شاه کشتار میدان لاله است، مردمی که میگفتن شاه نمیخوایم و چه کشتاری کردن که تو تاریخ ثبت شده. خاطر خوب از رژیم شاه مذهب رسمی و کثافتی که منتقل کردن به تو جامعه. خاطر خوب همه اینا اینه، خاطر خوب سرکوب هر نوع انسان ها، حق نداشتن به زبان مادریشون حرف بزنن، حق نداشتن و سرکوب می شدن. خاطر خوب اینه. بنابراین شما، من اول برنامه گفتم ما یه عده میان اینجوری صحبت میکنن برای اینکه برنامه رو به هر حال جهتش عوض کنن، ولی
خب به ما فرصت میدن در مورد صحبت کنیم. بنابراین ما برگشت به عقب نمی کنیم. ما نه شاه میخوایم، نه حکومت مذهبی میخوایم. ما یک حکومت آزاد، انسانی، برابر میخوایم. حکومت خودمون رو میخوایم، حکومت مردم. بنابراین این خواست مردمه. این بحثا دیگه مردم همه اینا رو دیدن. کانال جدید بفرمایید. الو خانم دانشور، درود فراوان خدمت شما. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. خانم دانشور، اگه من توجه کردید به صحبت این بیننده قبلی، گفت مردم حماقت کردن. چقدر راحت به مردم ایران توهین میکنن این پادشاهی ها. یعنی اجازه میدن خیلی راحت به مردم ایران بدترین توهین ها رو کنن این پادشاهی. یعنی اگه برگردن دست سر من میکنن، شما این چه خونه ها میزن؟ هیچی دستشون نیست. خیلی راحت به مردم رو تهدید میکنن، مردم رو فوش میدن. با مردم یه تصمیم میگرفتن، چون باید به تصمیم مردم احترام بده، نه اینکه فحاشی کنی. ممنون از اینکه جواب چون دادید. متشکرم، ممنون. بله، برحال بحث جالبی هست. بحث بر سر اینه که ما چه نوع جامعه‌ای میخوایم و بحث روشن اینه که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. دوستان بیاید زنگ بزنید در مورد اینکه اوضاعی که هست، در مورد مبارزاتتون، در مورد خواستا. همونطور گفتم الان وقتی به مبارزات مردم نگاه میکنیم، میبینیم مردم به همین قانون کثیف ازدواج با فرزند خوانده تو مارای اعتراضی تو ایران را افتاد، صفحات فیسبوکی را افتاد، یک بند قدنامه مردم سنندج اعتراض به این قانون هست و خواست لغو این قانون هست. مردم عکس العمل نشون میدن و روشن میگن چی میخوان. و در واقع حزبی مثل ما وظیفه خودشو همین قرار داده. وظیفه ما همینه که سر مسائل هر روزه صحبت کنیم، بحث کنیم و افق روشنی در مقابل خودمون بذاریم و بدونیم که چه نوع حکومتی میخوایم و از تجربیات تاریخی درس بگیریم و از جامعه‌ای که میخوایم، چه نوع جامعه‌ای ما میخوایم و چگونه، چه تضمینی از اگه شما یه رژیم رو سرنگون کردید دوباره دیکتاتوری برنگرده. اینا همه موضوعاتی که ما با موشکافانه در موردش بحث کنیم. کانال جدید بفرمایید. الو بفرمایید لطفا. متاسفانه قطع شد. بله، برای همینه ما مثلا فرض کنید که یه سری خواستا رو اساسی میدونیم. میگیم اگر فرض کنید که اولا هیچ وعده و وعیدی نمیدیم. کسی که وعده و وعید میده یعنی اینکه مردم رو میخواد بفرسته خونه و میگه ما وعده میدیم که اگر اومدیم نفت رو بیاریم تو خونه هاتون، نمیدونم سر سفره هاتون، پولشو برق رایگان، مثل کاری که خمینی کرد. نخیر، هیچ وعده و وعیدی ما نمیدیم. همه این چیزایی که توی دنیای بهتر میگیم حق ماست و باید با مبارزمون بگیریم. اینا پرچم مبارزه ماست. البته بگذاریم که الان دیگه حتی اعصاب سرمایه داری هیچ کدوم وعده وعید هم نمیدن، بلکه میترسن، میدونن اگه وعده بدن فردا گیر میکنن توش. کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید خانم دانشور. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. خانم دانشور، میخواستم در مورد حکومت اسلامی فرق و بدبختیش صحبت کنم. میگم تا حکومت اسلامی از فرق مال ماست، بدبختی مال ماست. تا رهبر این سوسیداری داریم، مردم تو فرق و فساد باید زندگی کنن. تا اسلام هستن، اسلام عقبوندگی میاره، اسلام فرق میاره، اسلام فساد میاره، اسلام خیلی به این مردم نداره. خب این اسلامی شکر نشه، مردم راحت نمیتونه زندگی کنه. بله، متشکرم. شما از کجا زنگ میزنید؟ بله، از کجا زنگ میزنید میتونم بپرسم؟ از
از ایران. بله بله، خیلی ممنونم. برای با ما در تماس باشید. متشکرم، لطف کردید که صحبت کردید. بله، به هر حال کانال جدید بفرمایید. الو. بله، سلام، بفرمایید. درود بر نظام پادشاهی، مرگ بر کمونیست و این چطور پتا. فقط پادشاهی. ببینید اینجوری میان که پارازیت بشن و منتها جرأت نمی کنن، دارن با این. اما اول برنامه گفتم یه شگرد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اینه که میان توی قالب اپوزیسیون، حالا هر چیزی، و اینجا یا به طرفداری یا علیهش، و میخوان وقت بگذرونن و بحث منحرف کنن و فحاشی را بندازن و همه اینا خریدار نداره اینجا. در حال برنامه ما، بحث ما روشن است. سر مذهب صحبت کردن دوست عزیزم، اتفاقا یکی از نکاتی که ما تاکید میکنیم اینه که دولتی که ما میخوایم باید مذهب از دولت جدا باشه و این یه شرط آزاد بودن جامعه است. شما هر مذهبی رو که بیارید تو دولت، یعنی بقیه مذاهب اجازه اظهار نظر ندارن. مذهب عقیده است، یعنی بقیه عقاید نه تنها اجازه ندارن بلکه سرکوب میشن و این دیکتاتوری، همونطور که جمهوری اسلامی یعنی همین دیگه. بهایی باشی اعدام میشی، نمیدونم اهل تسنن اعدام میشی. کانال جدید بفرمایید. الو، سلام، بچه‌ها. تشکر میکنم، بفرمایید. الو، لطفا صحبت کنید. بله، قطع. به هر حال یعنی این وقتی یک مذهب حاکمه، بنابراین باید مذهب از دولت جدا باشه، عقیده است، و نه تنها از دولت، از آموزش پرورش، از همه چی، و در این حال آزادی بدون قید شرط سیاسی باشه، به این معنا که شما هر عقیده رو بتونید آزاد باشه نقد کنید. تو نقده که مردم آگاه میشن، تو نقده که مردم چشمشون باز میشه. وقتی من در مورد هر عقیده نقدمو بگم، شما خب به شعور انسان ها احترام میذاریم، اون وقت آدم ها واقع بینانه انتخاب میکنن. ولی وقتی که نقد یه مذهبی بشه توهین به مقدسات و بعدم اعدام، مردم چشمشون باز نمیشه، نمیدونن چی انتخاب کردن. و کودک هم که تو از همون لحظه که متولد میشه بستگی داره که تو چه خانواده به دنیا اومده، اون مذهب رو به ارث میبره. مسلمان باشه مسلمان، یهودی باشه یهودیه، مسیحی باشه مسیحیه، و هر در حالی که بچه مذهب نداره، بچه به دنیا اومده، باید دست مذهب از زندگی بچه کوتاه باشه تا فردا تو جامعه خودش بتونه انتخاب آزادانه کنه چه فکری میکنه، میخواد مذهب داشته باشه یا نداشته باشه. و غیر از این، اون وقت نقد مذهب همه جور، اگر شما طنز مینویسید، اگر جوک میگید، اگر کاریکاتور میکشید، به هر شکلش باید آزاد باشه و آدم ها بتونن نظرشون رو ابراز کنن. تو بنابراین مقدسات ما نداریم. بارها اینو تو بحثامون گفتیم، به اسم مذهب آدم کشتن، به اسم وطن آدم کشتن، به اسم تمامیت ارضی آدم کشتن، جنایت کردن. مگر دادگاه های زمان شاه رو ندیدین؟ محاکمه هایی که میکردن تحت عنوان نقض تمامیت ارضیش، چقدر انسان ها رو به خاطر این زندانی کردن، تبعید کردن، اعدام کردن. بنابراین ما باید جامعه امن، به جامعه میگن که آزادی بدون قید شرط سیاسی توش باشه، اون جامعه امنه. امن به جامعه میگن که اعدام درش ممنوع باشه. امن به جامعه میگن که استثمار نباشه. و وقتی استثمار نباشه، تولید در خدمت رفاه جامعه است، همه چیز در خدمت سود نیست، ریاکاری نیست. حتی رابطه انسان ها، رابطه تو خانواده، رابطه انسانی خواهد بود، نه با اقتصاد تعیین نمی کنه رابطه ها رو. کانال جدید بفرمایید. الو، بفرمایید. الو، متاسفانه قطع شد این تماسم. بله، میخوام بگم حتی الان خیلی از خانواده ها میبینید که اساسش رو اقتصاده، به خاطر یه زن، به خاطر اینکه وابسته اقتصادی همسرش هست، مجبور به یک زندگی تن بده و عملا تجاوزه
عملا تنفروشی میشه یه جایی، مجبور به اون زندگی تن بده. ولی اگر آزاد باشه با عشق و با علاقه با کسی که دوست داره زندگی میکنه. جامعه در قبال زندگی انسان ها مسئوله، در قبال زندگی کودکان جامعه مسئوله. وقتی کودکی به دنیا میاد از همون اول معلوم سرنوشتش چیه، رفاهش، زندگیش، تأمینش، همه چیش معلوم شده، تحصیلش رایگانه، درمانش رایگانه، نمیدونم مراقبات پزشکیش رایگانه، رشدش همه چیش تأمین، بهترین استانداردهای پزشکی در خدمت انسان هاست، بهترین امکانات درمانی در خدمت انسان هاست، بهترین آموزش های این که چگونه بچه رشد کنه به خانواده ها آموزش داده میشه. همین الان تو کشورهای اروپایی نگاه کنی، کشورهایی که اینا دستاوردهای مبارزاتی مردم هست، نگاه کنی وقتی بچه ای به دنیا میاد مرتبان تحت نظره، مرتبان آموزش داده میشه به اون خانواده چه بخوره چه نخوره که اون بچه قوی باشه، رشد کنه و مریض نشه. کانال جدید بفرمایید. الو بفرمایید. الو. بله متاسفانه قطع شد. اتاق فرمان نمیدونم شما فکری به حال تلفن کردید یا نه، چون تلفن مرتب قطع میشه تلفن. بله لطفا این رو. بله خواستم بگم که وقتی که بچه ای به دنیا میاد شما نگاه میکنید چقدر سرمایه گذاری هست اون جامعه که مرتبا تحت معاینات منظم هفتگی و به نسبتی که بزرگ میشه ماهانه، کمک به خانواده برای هزینه هاش، خونه های مساکنی که تجهیزات بازی برای کودکان با استانداردهای علمی کارشناسان روانشناسی و علمی طراحی دخالت دارن تو طراحی محلات و مسکن و وسایل بازی و همه اینها. و اینا مثلا توی کشوری مثل سوئد اینا خیلی توده‌ایه. تو هر محلی شما نگاه میکنی میبینی محل بازی بچه اونجاست با بهترین استانداردها. و تازه این همه که بحران سرمایه‌داری، این همه عمله کردن، خیلی هاشون حذف کردن، خیلی از این امکانات که جامعه با مبارزاتش به دست آورده، هنوز که نگاه میکنیم، وقتی نگاه میکنیم میبینید که چه امکاناتی هست. بچه وقتی میره مدرسه صبحانه رایگان داره، نمیدونم نهار رایگان داره، یه وعده غذای گرمش میدن توی وقتی میره بعد از مدرسه، برای اینکه خیلی از خانواده شاغل هستن بعد از مدرسه میره جاهایی که این بچه ها رو نگه میدارن مثل کلاب و اینا، باز اونجا باز یه وعده غذای گرم، باز مربی های متخصص آموزش دیده. بنابراین تازه اینا کشورهای سرمایه‌داری هستن، تازه اینا کلی هر روز از حقوق مردم زده میشه، چه برسه اگه ما خودمون طراح جامعهمون باشیم. اون وقت با علم، با بهترین دستاوردهای بشری میتونیم بهترین جامعه رو بسازیم. کانال جدید بفرمایید. سلام بفرمایید. خوبه متشکرم. بله بفرمایید. حالا میخواستم در مورد همین موضوع بحث امروزتون یه صحبتی داشته باشم. بفرمایید. خواهش میکنم. این شبکه مناطق یه روایتی نشون داد از رضا شاه مستندی که هم تازگی ها پخش کردن. بله لطفا ببینید اجازه بدید من صحبت کردم. بله اجازه بدید از من تو و شبکه و برنامه رضا شاه و اینا رو بگذاریم. موضوع برنامه ما از حکومت اسلامی یعنی فقر، سرکوب، فساد. شما تو این موضوع چه بحثی دارید؟ بچه بله مواجه منظورم اینه که موقعی که مثلا آلمان رو به جنگ جهانی دوم به ایران میخواستن هم بکنن، رضا شاه استفاده از حکومت شاهنشاهی. بله. چند سالی که حکومت جمهوری اسلامی الان تو تحریم اقتصادیه واسه برنامه اتمیش. بله. از حالا میگم مثلا چرا به فکر مردم نیستن؟ اون موقع رضا شاه به فکر مردم بود. بله خب حالا الان شما به کشور چاکنی بله. مرسه اومد از
حکومت استفاده داد. بله. حالا الان اینا برنامه اتمی رو به خاطر که مثلا سلاح هسته‌ای بسازن جمع نمی کنن. مردم الان دارن تو فقر و بدبختی جون می کنن. بله متوجه شدم. خیلی ممنون. بله راه جمهوری اسلامی استعفا نیست، راهش سرنگونیه. اینا رو باید بیرونشون انداخت، سرنگونشون کرد. قطع شد. ولی دوستا همونطور که گفتم لطفاً این که نمیدونم رضا شاه و کیو اینا رو بذاریم کنار. بحث بر سر جمهوری اسلامی هست و بحث بر سر اینه که چه بکنیم، چگونه مبارزمون سازمان بدیم. و رو جنبه های مختلف دوستان اومدن و صحبت های بسیار خوبی بشد. تأکید شد روی آگاهی دادن، تأکید شد روی تجمعات، تأکید شد روی اینکه قدرت خودمون رو به رسمیت بشناسیم و اتکا کنیم به قدرت خودمون. کانال جدید بفرمایید. شبتون بخیر شهلا دانشور. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. من یکی از این تلویزیون ها رو نگاه میکردم، خیلی برام نکته جالب بود، گفتم از کانال جدید اینو به اطلاع شما و مردم برسونم. منصورهای جمهوری اسلامی نیان بعد از من رو خط دری وری بگین، چون از حالا خیالتون رو میخوام راحت کنم. اطلاع مردم و خانم دانشور میرسونم که وقتی که به شدت تلفون های شما مقبول بوده و هست چند شب اخیر به خصوص، هزینه بالایی برای جمهوری اسلامی داشته، چرا که امثال شما خانم دانشور همه شب خواب از چشم این مزدورای جمهوری اسلامی سرانش گرفتین، همش خط قرمزها رو شما هر جمله که میگین این تن جمهوری اسلامی میلرزه، تمام خطاتون رو مشغول همچنان نگه میدارن و شما تصور کنید چه هزینه برای این رژیم کثیف داره. حتی اون تلفنایی که قطع میشه کاملا بدون این 90% کار خود این اراذل و اوباشه. میخوام بگم که ببینید چه هزینه میدارن. یکی از تلویزیون ها الان یکی از مزدوراش کاملا بدون رودواسی اینو آشکار کرد. میخوام به مردم ایران هم تبریک بگم به خاطر مقاومت و مبارزه 35 سالشون علیه این حکومت اراذل. دستتون رو به گرمی میفشارم خانم دانشور و بقیه رفقای خودم. متشکرم، خیلی ممنون. بله نکته درستی گفتن، چه هزینه صرف میکنم. این قدرت همونطور که این دوستمون صحبت کردن، این قدرت این کانال رو نشون میده، قدرت نفوذ بیان این کانال نشون میده. خب جمهوری اسلامی وحشت داره که وقتی میبینه هر چی ما میگیم تو این کانال فردا میشه موضوع مبارزه مردم. ما کمپینی رو گذاشتیم تو همین کانال علیه اعدام و امروز میبینیم جنبش علیه اعدام کجاست. ما کارزارهایی تو همین تلویزیون گذاشتیم و فقط نه تنها تو این تلویزیون، عملی کمپین علیه اعدام خب مینا عهدی تو سطح بین المللی میبینیم چه میکنه. کارزارهایی گذاشتیم تو همین تلویزیون علیه طرحهای ریاضت اقتصادی جمهوری اسلامی، طرح هدفمند کردن یارانه ها که قبض و برق و گاز و اینا رو ندید. دیدید چه جنبشی رو افتاد که خودشون بودن 4 میلیون نفر قبض ها رو ندادن. ما از حقوق کودک صحبت کردیم. شما نگاه کنید ببینید که تو هر جایی هر جمعی از مردم که جمع میشن خواستار رو نگاه کنید. هر جایی هر اعتراضی شما، خب خیلی هم میگفتن حجاب که درد ما نیستش، حجاب مسئله نیست، فقر مسئله است مثلا، در حالی که فکر نمیکردن که خیلی ها که یه بخشی دیگه، یه بخشی از همین اپوزیسیون در اون حکومت و یه بخش جریانات راست اینجوری میگفتن، ملی اسلامی ها حجاب مسئله نیست، فقر مسئله، برای اینکه مردم رو منحرف کنن. در حالی که همه مردم تجربه کردن که جمهوری اسلامی آمد اول حجاب سر زن بذاره که بعد به جامعه حمله کنه که بعد بتونه فقر رو تحمیل کنه به جامعه، مردم این رابطه رو کاملا فهمیدن، الان میبینید دیگه. و تازه خود این دیکتاتوری رو، این حکومت ضد شادی رو، این حکومت ضد بشر رو، این حکومتی که هر روز تو همه کار انسان‌ها دخالت داره رو مردم با گوش پوستشون لمس کردن، میدونن چیه، نمیخوان. و میبینید حجاب ها کجا رفته.
بنابراین مردم میخوام بگم گفتمان های ما در رابطه با دفاع حقوق کودک، در رابطه علیه اعدام، در رابطه با همه اینا، و این خود جمهوری اسلامی بارها گفته، گفته کار رسانه ها ماهواره هاست، ضد انقلابه. ماهواره ها حجاب را سیاسی کردن. کدوم ماهواره حجاب سیاسی کرد؟ کانال جدید ماهواره ها کردن. خود جمهوری اسلامی بارها گفته ماهواره ها نمیدونم عامل شدن و ضد انقلاب و باعث کار ضد انقلاب هست در رابطه با مثلا فرهنگ غربی. یعنی چی فرهنگ غربی؟ یعنی همین که مردم رقص میخوان، موزیک میخوان، شادی میخوان، جشن میخوان، اینا چیزایی که جمهوری اسلامی علیهش هست. و میبینیم گروه های موزیک زیرزمینی تو ایران شکل میگیره، علیه قوانین ارتجای اسلامی مبارزه میشه. کانال جدید بفرمایید. بفرمایید. خانم دانشور. بله. ببینید دیگه همه نقاباشون رو گذاشتن کنار، رو با فحاشی اومدن اینجا. ببینید قدرت ما رو مردم. زنده باد به شما عزیزانی که اومدید اینجا خبر تجمعات زوبان اصفهان دادید. زنده باد به شما که اومدید گفتید تنها راه تجمع و اعتراضه. زنده باد به شما که گفتید ما 99% قدرت ما خود مردم، خودمون قدرت خودمون رو ببینیم. زنده باد به شما که اومدید گفتید دست مذهب کوتاه. زنده باد شما که اومدید علیه اعدام حرف زدید. زنده باد به شما که اومدید علیه فساد اداری صحبت کردید. زنده باد به شما. یعنی ببینید اینا چگونه به جز و پز افتادن. و زنده باد به کانال جدید واقعا که به خال میزنه. و نتیجه این بحث های ما، نتیجه این صحبت های ما باید تشکل باشه، همونطور که دوست عزیزمون اومدن اینجا تاکید کردن، باید سازمان باشه، باید خواستای روشن باشه، طب رایگان و استانداردهای بالای پزشکی و درمانی، تحصیل رایگان، استانداردهای بالای آموزشی، آموزش پرورش شاد و مدرن و انسانی، رفاه نه خط فقر. دستمزدها فوراً باید افزایش پیدا کنند. به دستمزد چند بار زیر خط فقر تن نمیدیم. این مبارزه فوری همین امروز ماست. دستمزدهای پرداخت نشده باید فوراً پرداخت بشن. نپرداختن دستمزد جنایت است. اینا گفتمان های ماست. اینا رو قویاً همه جا ببریم، دورش سازمان ایجاد کنیم، دورش تشکل ایجاد کنیم، دورش مبارزه را بندازیم. علیه قوانین ارتجایی اسلامی، یک گندشو از همین قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده میبینید. تعرض و تجاوز و آشکار به کودک یعنی این. قوانین ارتجای اسلامی یعنی این. نص صریح قرآنشونه. 9 سال دختر تکلیف میشه و میشه شوهرش داد. یعنی تجاوز. و این تجاوز رو دارن قانونیت میدن. این تجاوز رو دارن عمل میکنن. تو خودشون بچه های خود این سران رژیم از همه بیشتر تحت ستمن. اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اول از همه این بچه های اینا نجات پیدا میکنن که تو چنگ این جانورا اسیرن، مثل بچه بیپناهن، و اون وقت 10 ساله و 11 ساله ازدواج میدن اونا رو. داستان ازدواج ری شهری رو شنیدید که دختر 9 ساله یکی دیگه از اون آخوندها رو به ازدواج خودش درآورده بود که میگفت کوچیک بوده این بچه بوده، و اینو تو سایتشون ایشون گذاشتن. اینان و همینا رو قانون میخوام بکنن. صیغه تنفروشی اسلامی، آگهی هایی که برای اینکه صیغه و به صیغه زوار در بیایید ثواب است، و اون وقت تنفروشی رو انداختن، رسما نرخ گذاشتن برای دختر 12 ساله ایناست. و این بساط باید جمع کرد. منتها جمهوری اسلامی کاری کرده، اونچنان فقر و فلاکتی بر این جامعه حاکم کرده که خیلی از این فرصت فکر میکنم میتونن استفاده کنن، جامعه رو به عقب برگردیم. یه زمانی ما فقیر نداشتیم، فساد نبود.
خونه های خارج از محدوده زمان شاه رو که رو سر مردم خراب میکردن، حداقل کسانی که هم سن سال من هستن خوب به یاد دارن. بنابراین با همه اینا رو با روشنی بذاریم جلومون. تو تمام شما هر جا که هستید، تو هر شهری هستید، تو هر موقعیت اجتماعی که هستید، بالاخره اونجا اعتراضاتی هست. اون اعتراضات رو باید سازمان داد، اونا رو باید با همدیگه صحبت کنید، جمع بشید و حرکت و تجمعی را بندازید. و در اینها خواستای سراسری هست. وقتی که چند هزار کارگر ذوب‌آهن اصفهان جمع میشن، انتظار این هست که نه تنها دستمزد پرداخت نشدهشون رو بگیرن، بلکه بگن دوباره فریاد بزنن و بگن بیمه درمانی حق بیمه درمان رایگان حق مسلم ماست. دوباره فریاد بزنن و بگن افزایش فوری دستمزد حق مسلم ماست. بگن که کارگر زندانی باید فوراً آزاد بشه. بگن که اعدام نمیخوایم. همونطور که یکی دوستان گفت، قدرت ما تو تجمع ماست و اونجا که تجمع داریم فکر کنیم و ببینیم که کدوم خواستار رو باید بیاریم جلو. همینطور که میبینید مردم سنندج روز جهانی کودک وقتی خودشون رو جمع میبینن قطعنامه میدن که وقتی اون قطعنامه اونجا خونده میشه، جمعیت با کف زدن از اون حمایت خودش رو اعلام میکنه و این کارو میشه همه جا کرد. بنابراین فقط صحبت نیست. کانال جدید بفرمایید. سلام بفرمایید. ماشاءالله دانشگاه میخوام صحبت کنم در مورد حکومت اسلامی. بله صحبت کنید بفرمایید. این حکومت اسلامی به مرد میخوره. مخدا مخدا یک سال من این خواهد داخلی زکشن داخلی هم که درد گوه نمیخوره روز دوارش نیچه کلیم فقط اینا خودش کلیم یک خواهد آدم های خلیلن میگه ما خود این یک اسلامی هستیم، نظری هستیم، شیعی، خارجی، یکی اصلا بگرد نمیخوره به خدا اینا شوش اینا کلیم اصلا شیعی مفتن کلیم اصلا نپرک اینا خیلی نپاکه پاک نداره. بله بله متشکرم ممنون. بله وقت زیادی از برنامه‌مون باقی نمونده. دوستان اگه صحبتی دارید زنگ بزنید بیاید صحبت کنید و در این حال اظهار نظر کنید رو مسائل مختلف، از راهکارها بگید، از تجربیات خودتون بگید. برنامه های مستقیم ما وقت مهمی هست که ما هر روز اختصاص میدیم برای اینکه که بخش های مختلف جامعه از شهرهای مختلف بیان اینجا صحبت کنن، حرف دلشون رو بزنن. و خوشبختانه بنابر خبرهایی که ما داریم، تلویزیون ما بیننده های بسیاری داره تو شهرهای مختلف. همینجا من از فرصت استفاده میکنم، میخوام که با این تلویزیون و با این حزب فعالیت داشته باشید. شماره تماس ما دوباره اعلام میکنم 2044 777 98 98 968 است. از دوستانی که تو این برنامه اظهار نظر کردن، مسائلشون رو مطرح کردن، به ویژه درخواست میکنم که جداگانه با شماره که اعلام کردم میتونن بیان صحبت بکنن، تماس بگیرن و همکاری بیشتری داشته باشیم. مهمه همین الان دوستی که خبر اصفهان رو دادن به طور مثال، خب همین رو قبل از خیلی زودتر میشه فورا زنگ بزنید به ما بگید که اون رو ما تو مدیای اجتماعی پخش کنیم، صدای کارگران ایران رو جهانی کنیم و همینجور تو برنامه های تلویزیونی جدا از برنامه مستقیم و برنامه های دیگه هم داریم که اونجا فرصت است و مفصلتر صحبت میکنیم، اونجاها صحبت کنیم. از جمله مثلا برنامه سازمانده داریم که برنامه هست که خیلی مفصلتر و با توضیح بیشتر تو زمینه سازماندهی صحبت میکنیم. برنامه کارگران داریم، برنامه علیه تبعیض داریم، برنامه کودکان مقدمان داریم، برنامه نگاه روز داریم، برنامه های
رو مباحث پایه‌ای و کمونیستی است، برای شناخت بیشتر از حزب، شناخت بیشتر از کمونیسم برنامه‌هایی داریم و از شما از دن دعوت می‌کنیم که این برنامه‌ها رو دنبال کنید و بعد از این برنامه ما برنامه‌های نگاه روز و برنامه‌های دیگه داریم که اونا رو پاش بشینید. کانال جدید بفرمایید. بفرمایید. بله متاسفانه قطع شد. به هر حال من متاسفم دوستان که زحمت میکشید و میای صحبت میکنیم ولی تلفناتون قطع میشه. در هر حال جمهوری اسلامی به قول دوستمون هزینه های زیادی صرف میکنه برای پارازیت و نیروهایی که بسیج میکنه و همه اینا و به هر حال نمیتونه حریف یه همچین کانال هایی بشه که اینجور با قدرت تبلیغاتش تو دل مردم میشینه. دوباره زحمت بکشید، تلاش بکنید و بیاید رو خط. کانال جدید بفرمایید. الو بفرمایید. الو بله بس نشد. برای وقت زیادی از برنامه باقی نمونده، 10 دقیقه بیشتر باقی نمونده و تو این 10 دقیقه شما عزیزان میتونید از فرصت استفاده کنید و بیاید در مورد موضوعاتی که اینجا طرح کردیم صحبت بکنید. گفتنی بسیار هستش. من نکاتی رو دوباره جمع میبندم. در حال فقط بحث ما افشاگری نیست، بحث ما اینه که وقتی که ما صورت مسئله رو بیان میکنیم و درد رو میذاریم جلو خودمون، اون وقت از تو اون باید به راهکار برسیم که چه بکنیم. هدف این هستش، وگرنه به قول دوستان همه مردم دیگه الان با تمام وجودشون میدونن که جمهوری اسلامی یعنی چی. 30 و چند ساله که این جهنم رو تجربه کردن، میدونن چه خبره. از جوان، از زن، از پیر، از هر بخش از جامعه بپرسید دردهایی داره، همه میدونن. بنابراین هدف از گذاشتن این موضوعات اینه که این دردها رو بیان میکنیم و در مورد اینکه چگونه اعتراضمون رو حول خواستامون شکل بدیم و گفتمان میکنیم و راهکار میذاریم جلو خودمون. کانال جدید بفرمایید. بله سلام بفرمایید. بله اینم قطع شد. به هر حال این کاریه که باید بکنیم. خب وقتی که ما از مبارزات کارگران صحبت میکنیم، الگوهایی که مقابل ما قرار میده، وقتی که از مبارزات زنان صحبت میکنیم، وقتی که از مبارزات مردم تو شهرهای مختلف صحبت میکنیم، وقتی که از مبارزه علیه اعدام صحبت میکنیم، همه اینا انتقال تجربه است. وقتی که از مبارزات مردم مریوان صحبت میکنیم، به طور مثال علیه اعدام، مثلا فرض کنیم همین تئاترهای خیابانی که همین هفته قبل علیه قتل های ناموسی بود، خب این یک الگوه، یه راهکاره که در مقابل اون که تو سنندج، اون که تو بوکان، اون که تو سقز، اون که تهران، همدان، هج راه نشون میده. وقتی که شما خبر کارگر زبان اصفهان اینجا میگید و خواستاشون رو میگید، راه میذاره در مقابل میلیونی جمعیت، میلیونی کارگری که با دستمزد پرداخت نشده روبروه. وقتی که از مبارزات جوونا علیه قوانین ارتجای اسلامی میگی، علیه حجاب میگی، خب این اعتماد به نفس میده به جوانان تو جامعه که نیرو خودشون رو پیدا کنن و بدونن چه باید بکنن. کانال جدید بفرمایید. بفرمایید. خب صحبت کنیم. چرا ایران دردون ما کنم پارازه بیمنده؟ چرا داره ما روی خریجیت میکنه؟ چرا داره خزمان ما رو نراحت میدنه؟ چرا جوری ما به قرآن میخوان؟ من کاری به شما ندارم، فقط میخوان ما رو کنم. بله به خدا ایرانی که ایرانی که ما این خواهد داخلی جنگ داریم، کشتی داریم، کشتی داریم، در زندگی اینطوری سما در گرم. متوجه شدم. اوکی. بله ایشونم نارضایتیشون رو اعلام میکردم.
به حال داشتم میگفتم وقتی که این معضلات رو میذاریم جلو دست خودمون، اون وقت در موردش به عنوان آدمایی که حق یک زندگی انسانی داریم، به عنوان آدمایی که شهروندان این جامعه هستیم، در موردش ما فکر میکنیم که چه باید بکنیم. خب اگر آموزش پرورش این وضعه، اگر 7 میلیون کودک از تحصیل موندن، اگر 4 میلیون کودک کار و خیابانه، مشکل کجاست؟ راهکار کجاست؟ چه باید کرد؟ روشنه که فوراً مسئله اعتراض سراسری علیه این وضعیت تو دستور میاد. روشنه که خواسته تحصیل رایگان برای همه تو دستور میاد. همین الان نهادهای در دفاع از حقوق کودک فعالیت میکنن. خب روشنه که باید به این نهادها پیوست، اونجایی که وجود نداره تشکیلش داد، با قطعنامه، با خاص، با تجمع، با فستیوال، با نمیدونم کنفرانس، با سخنرانی، با گفتمان رو انداختن، جامعه رو به تحرک در آورد. یا به فرض شما وقتی در رابطه با وضعیت زنان تو جامعه صحبت میکنید، بی‌حقوقی که وجود داره، یکی از بینندگان عزیز ما اینجا میگفت که برای اینکه بتونه یک کاری توی جایی بگیره با چه معضلاتی روبروی به عنوان یک زن، چطور مورد تحقیر قرار میگیره، چطور مسئله حجاب یه طرف، مسئله نمیدونم جداسازی یه طرف، مسئله اینکه استفاده کردن از رژیمی که حاکمه و هر نوع عقب ماندگی رو مورد حمایت خودش قرار میده، استفاده میکنن، نمیدونم سوء استفاده جنسی میخوان بکنن، تهدید به اخراج میکنن یه زن رو، نمیدونم. یه موردی بود خانمی میگفت که به من گفتن استخدامت نمیکنم چون زیبایی و باعث این میشه که مردان تو اون کارخونه نمیدونم متعرض بشن. اصلا انگار جنگله توهین آشکار به شعور انسان ها تو این جامعه. این بساطه، اینم از همین قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده بخونید که چه کثافت هایی بر این جامعه حاکمن، چه جنایتکارانی بر این جامعه حاکمن، چه مرتجعینی بر این جامعه حاکمن. این وضعیته. و وقتی که اینا رو نگاه میکنید، خب روشنه اولا هر تعرضی رو فورا باید با تعرض جواب داد. این اولین راهکاره. قانون نمیدونم قانونی میکنن ازدواج با فرزند خوانده رو، فوراً باید تومار جمع کرد، اعتراض انداخت، تجمع رو انداخت و هر شکلی اونا رو عقب رو میبینیم که چطور تو خودشون به دعوا افتادن و حتی تو خودشون سر این دعوا دارن. نمیدونم طرح یارانه میارن، هدفمند کردن یارانه ها و میخوان قیمت ها رو افزایش بدن، فوراً باید در مقابلش راهی رو بذاریم، قبضا رو نمیپردازیم، فوراً و به شکست برسونه میشون. نمیدونم قانون تامین اجتماعی رو میخوان عوض کنن، میخوان حق سهم کارگر رو بالا ببرن، میخوان سن بازنشستگی بالا ببرن، چطور که میخواستن این کار بکنن نتونستن دیگه، با تجمعات با اعتراض نذاشتیم و اگر اجازه بدیم باز دوباره این حمله رو میکنن، نباید اجازه بدیم. بنابراین در مقابل هر تعرضشون باید بیستیم. دستگیر میکنن، زندانی میکنن، فوراً باید با خانواده ها، با کنار خانواده ها، با دوستان، همسایگان، همکاران جمع شد، اعتراض رو انداخت و اجازه نداد. کانال جدید بفرمایید. الو بفرمایید. بله قطع. میخوام بگم بنابراین هر میان نمیدونم آب رو قطع کنن، برق رو قطع کنن، گاز رو قطع کنن، جمع بشه محلی اجازه ندیم. میان ماهواره ها رو جمع بکنن، جمع بشه ما اجازه ندیم. تعرض میکنن به زنان تو خیابون تحت عنوان بدحجاب. خب همونجا رو به یک تجمع اعتراضی تبدیل کنیم و حسابشون رو بزنیم کف دستشون، کتکشون بزنیم و بندازیم اون برای نذاریم نیروی انتظامی جرأت کنه بیاد به تعرض کنه به مردم، جرأت کنه تعرض کنه به جوانی، جرأت کنه تعرض کنه به زنی، به مردم یه محلی. نذاریم. دیدید تو مریوان چه کردن؟ جوانی رو آوردن تو شهر بچرخونن و با توهین و تحقیر و لباس زنونه پوشوندن، مردم مریوان شهر به حرکت بلند شد و دولت
عقب نشست، عذرخواهی کردن از مردم مریوان. خب این یه الگوه. جدا از اینها دستمزدمون رو نمیدن. خب الان که میبینیم دیگه کارگران بازنشسته زباهن، نمونه اخیرشه که دوستمون گفتن، هر روز اعتراض است و این اعتراضات رو باید گسترده تر کرد، سراسری تر کرد. تو هر منطقه باید در رابطه با هم 10 تا کارخونه با هم دیگه قرار مدار بزنن، اعتراض جمعی را بندازن و به این شکل بتونیم تدارک اعتصابات سراسری بدیم. دستمزد چند بار زیر خط فقر رو میدن، در مقابلش بایستیم و به تومارای اعتراضی بپیوندیم، تجمع کنیم و اجازه ندیم خانه آزادی فوری زندانیان سیاسی بشیم. اینها همه اشکالی از مبارزه و برای اینکه بتونیم این مبارزاتمون رو به جلو ببریم، قدرتمندتر به جلو ببریم، یکی از جاهایی که اتفاقا همه این مبارزات رو سازمان میده همین کانال و همین حزب هست. و من به عنوان آخرین کلام در آخرین یه دقیقه تقاضا میکنم با ما تماس بگیرید، با ما فعالیت کنید. متشکرم که تلاش کردید، زنگ زدید، دیدید که چگونه تلاش کردن و خط ما رو، هی تلفن ها رو قطع کردن و اینا، ولی شما عزیزان اینم بخش از جنگ بودن، اومدی صحبت کرد، این قدرت ما رو نشون میده. برنامه های مستقیم، برنامه های مستقیم، برنامه های مهمی است. این برنامه ها رو به دیگران معرفی کنید، کانال جدید رو به دیگران معرفی کنید، این هم بخشی از راهکارهای ماست. متشکرم که پای این برنامه نشستید. برنامه ما ادامه داره، ادامه بدید، بنشینید و برنامه ما رو دنبال کنید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.